مست نوشته کافکا یک روز صبح همین که گرگوار سامسا از خواب آشفته پرید در رخت خواب خود به حشره تمام ایار عجیبی مبدل شده بود به پشت خوابیده و تنش مانند زره سخت شده بود سرش را که بلند کرد ملتفت شد که شکم قهوه‌ای گنبد مانندی دارد که رویش را رگههایی به شکل کمان تقسیم بندی کرده است لحاف که به زحمت بالای شکمش بند شده بود نزدیک بود که به کلی بیفتد پاهای او که به طرز رقتآوری برای تنش نازک می نمود، جلوی چشمش پیچ و تاب می خورد. گرگوار فکر کرد چه به سرم آمده؟ معهازاد در عالم خواب نبود اتاقش درست یک اتاق مردانه بود گرچه کمی کوچک ولی کاملا متین و بین چهار دیوار معمولیش استوار بود. روی میز کلکسیون نمونه های پارچه گسترده بود. گرگوار شاگر تاجری بود که مسافرت می کرد. گراوری که اخیرا از مجلی چیده و قاب طلایی کرده بود به خوبی دیده می شود. این تصویر زنی را نشان می داد که کلاه کوچکی به سر و یخی پوستی داشت و خیلی شق و رق نشسته و نیم آستین پرپش میرا که بازویش تا آرنج در آن فورو می رفت به معرض تماشای افراد بازخ گذاشته بود گرگوار به پنجره نگاه کرد صدای چکاهای باران که به حلبی شیروانی میخورد شنیده میشد این هوای گرفته او را کاملا غمگین ساخت فکر کرد کاش دوباره کمی میخوابیدم تا همه این مزخرفات را فراموش کند ولی این کار به کلی غیر ممکن بود زیرا وی عادت داشت که به پهلوی راست بخوابد و با وضع کنونی نمیتوانست حالتی را که مایل بود به خود بگیرد هر چه دست و پا می کرد که به پهلو بخوابد با حرکت خفیفی مثل اللا کلنگ هی به پشت می افتاد. صد بار دیگر هم آزمایش کرد و هر بار چشمش را می بست تا لرزش پاهایش را نبیند زمانی دست از این کار کشید که یک نوع درد مپمی در پهلویش حس کرد که تا آنگاه مانند آن را در نیافته بود فکر کرد چه شغلی چه شغلی را انتخاب کردم هر روز در مسافرت درد سرهایی که بدتر از معاشرت با پدر و مادر است بدتر از همه این زجر مسافرت یعنی عوض کردن ترنها سوار شدن به ترنهای فرعی که ممکن است از دست برود. خوراکهای بدی که باید وقت و بی وقت خورد. هر لحظه دیدن قیافه های تازه مردمی که انسان دیگر نخواهد دید و محال است که با آنها طرح دوستی بریزد. کاش این سوراخی که توش کار می به درک میرفت. بالایش کمش کمی احساس خارش کرد. به چوب تخت خواب کمی بیشتر نزدیک شد. به پشت میسرید برای اینکه بتواند سرش را بلند کند و در محلی که می‌خارید یک رشته نقاط سفید به نظرش رسید که از آن سر در نمی آورد. سعی کرد که با یکی از پاهایش آن محل را لمس کند ولی پایش را به تعجیل عقب کشید چون این تماس لرزش سردی در او ایجاد می کرد. به وضع قبلی خود درآمد فکر می کرد هیچ چیز آنقدر خرف کننده نیست که آدم همیشه به این زودی بلند بشود. انسان احتیاج به خواب دارد. راستی می شود باور کرد که بعضی از مسافران مثل زنهای حرم زندگی می کنند. وقتی که بعد از ظهر به مهمانخانه برمیگردم تا سفارش ها را یادداشت بکنم، تازه این آقایان را می بینم که دارن چاشت خودشان را صرف می کنند. می بدانم اگر من چنین کاری را می کردم، رئیسم به من چه می گفت؟ فوراً مرا بیرون می انداخت. کی می داند؟ شاید همین کار عاقلانه باشد. اگر پایبند خیشانم نبودم مدت ها بود که استعفای خودم را داده بودم میرفتم رئیسمان را گیر می آوردم و مجبور نبودم که فرمایش های او را قورت بدهم در اثر این کار لابد از روی میز دفترش می افتاد. این هم اطفار غریبی است برای حرف زدن با کارمندانش روی میز دفتر صعود می کند مثل اینکه به تخت نشسته آن هم با گوش سنگین که باید کاملا نزدیکش رفت در هر حال هنوز امیدی باقی است هر وقت پولی را که اقوامم به او بدهکارند پس انداز کردم که این هم پنج شش سال وقت لازم دارد حتما این ضربت را وارد میآورم. بعد هم حرف حساب یک کلمه و ورق بر در هر حال باید برای ترن ساعت پنج بلند بشوم. به ساعت شماته که روی دولابچه تیکو تاک میکرد نگاهی انداخت و فکر کرد خدا به داد برستد ساعت شش و نیم بود و اقربک به کندی جلو میرفت از نیم هم گذشته بود نزدیک شش و سه رو بود پس ساعت شنباته زنگ نزده بود معهازا از توی رخت خواب اقربک کوچک دیده می شد که روی ساعت چهار قرار گرفته بود شنباته حتما زنگ زده بود پس در این صورت با وجود سر و صدایی که اساسیه را به لرزه در میآورد، گرگوار به خواب خوشی بوده خواب خوش نه او به خواب خوشی نرفته ولی غرق خواب بوده بله اما حالا ترن اول ساعت هفت حرکت میکرد. برای اینکه بتواند به آن ترن برسد باید دیوانوار عجله بکند از این گذشته کلکسیون نمونه ها هم در پاکت پیچیده نشده بود اما آنچه مربوط به گرگوار میشد اینکه او کاملا سر دماغ نبود برفرس هم که خودش را به ترن میرسانید اوقات تلخی اربابش مسلم بود زیرا پادوی دوچرخه سوار سر ساعت پنج دم ترن انتظار گرگوار را کشیده و مسامحه او را به تجارتخانه اطلاع داده بود این آدم مطیع و احمق یک نوع غلام حلقه به گوش و تحت رئیس بود اما اگر خودش را به ناخوشی میزد این هم بسیار کسل کننده بود و به او بدگمان می شدند. زیرا پنج سال می گذشت که در این تجارتخانه کار میکرد و هرگز کسالتی به او آرز نشده بود. حتما رئیس با پزشک بیمه می و پدر و مادرش را از تنبلی پسرشان سرزنش می و اعتراضات را به اتکای قول پزشک که برای او هرگز ناخوش وجود نداشته و فقط تنبل وجود داشت رد میکرد. آیا ممکن بود طبیب در این مورد به خصوص اشتباه کند؟ گرگوار حس میکرد که کاملا حالش بجاست. فقط این احتیاج بیهوده به خوابیدن آن هم در چنین شب طولانی او را از کار باز داشته بود. اشتهای غریبی در خود حس می در همان موقع که این افکار را به سرعت در مغزش زیر رو می کرد بیان که تصمیم بگیرد از رخت خواب بلند بشود شنید که در پهلوی بسترش را می و در همان دم ساعت زنگ سروب را زد مادرش او را صدا می کرد گرگوار ساعت هفت روب کم است آیا خیال نداری به ترم برسی؟ تنین صدایش گوارا بود گرگوار از آهنگ جواب خودش به لرزه افتاد در اینکه صدایش شناخته می شکی در بین نبود. او بود که حرف میزد اما یک جور زق دردناکی که ممکن نبود از آن جلوگیری کند و به نظر میآمد که از تای وجودش بیرون میآمد در صدایش داخل میشد کلمات صوت حقیقی خود را نداشتند مگر در لحظه اول و سپس صوت مخشوش میشد به طوری که آدم از خودش میپرسید آیا درست شنیده است یا نه گرگوار خیال داشت جواب مفصلی بدهد اما با این شرایط به همین اکتفا کرد که بگوید بله بله مادر جان متشکرم ما بلند می شوم. بیشک حائل بودن در نمی به تغییری که در صدای گرگوار حاصل شده بود پی ببرد. زیرا توضیح او مادر را متقاعد کرد و مادرش در حالی که پاپوش را به زمین می کشید دور شد. اما این گفتگوی مختصر سایر اعضای خانواده را متوجه کرد که گرگوار برخلاف انتظار هنوز در رخت خواب است. پدر نیز آهسته با مشت به کوفتن در پهلویی شروع کرد و فریاد زد: "گرگوار، چته؟" و لحظه بعد با لحن آمرانه و با گفت: "گرگوار، گرگوار!" از در دیگر پهلوی اتاق، خواهرش با آرامی مینالید که: "گرگوار، آیا ناخوشی؟ چیزی لازم داری؟" گرگوار سعی کرد که کلمات را دقیق تلفظ بکند. و تا میتواند لغات را از هم مجزا بنماید تا صدایش طبیعی بشود به هر دو طرف جواب داد حاضرم پدر رفت که چاشت بخورد ولی خواهر هنوز پچ پچ می کرد گرگوار گرگوار خواهش می کنم در را باز کن گرگوار اتنایی به این پیشنهاد نکرد برعکس خوشحال بود که عادت دربستن از تو را مثل اتاق مهمانخانه حفظ کرده اول سر فرصت بلند می شد بیان که کسی مخل او بشود لباس می پوشید و به خصوص صبحانه را می خورد و بعد وقت داشت برای اینکه فکر بکند به خوبی حس می کرد که رخت خواب جای یافتن راه حل آقلانی برای این مسئله نیست چه بسا اتفاق می افتد که در اثر بدی وضع خوابیدن از این کسالت های کوچک به انسان رخ می دهد و همین که برخواستند خود به خود از بین می رود. و گرگوار متوجه بود که کم کم خیالات باطل او برطرف می شود. اما راجب تغییر صدایش. کاملا معتقد بود که آن مقدمی سرماخوردگی است و این ناخوشی مختص کسانی است که مجبور به مسافرت زیاد می باشد. رد کردن لحاف برایش هیچ زحمتی نداشت. کمی باد کرد و لحاف خود به خود افتاد. بعد گرگوار از جسه مهیب خود دچار زحمت شد. برای که بلند بشود احتیاج به بازو و ساق پا داشت و او به جز پاهای کوچکی که دائما میلرزیدند و با آنها مسلط نبود چیزی نداشت قبل از اینکه بتواند یکی از آنها را تا بکند با بایستی کمی استراحت کند و زمانی که حرکت مطلوب را اجرا می کرد همه پاهای دیگر بدون نظم در هم و برهم هم می شدند و به طرز دردناکی او را شکنجه می کردند. با خودش گفت بیخود نباید تو رخت برای اینکه بیرون بیاید ابتدا سعی کرد که از قسمت سفلای بدن شروع کند بدبختانه این قسمت پایین را که هنوز ندیده بود و تصور دقیقی درباره آن در ذهن نداشت هنگام آزمایش حرکت دادن آن را بسیار دشوار دید کندی این روش او را از جا در کرد تمام قوایش را جمع کرد تا خود را به جلو بیاندازد ولی از آنجا که خط سیر خود را بد حساب کرده بود سخت به یکی از برجستگی های تخت خورد به احساس دردی سوزان به او فهمانید که قسمت پایین بدنش بیشک بسیار حساس است. از این رو خواست شیوه را تغییر بدهد و از بالای بدن شروع نماید و با احتیاط سرش را به طرف بالای تخت چرخانید. بدون زحمت به این کار موفق شد و باقی جسمش با وجود وزن و حجمی که داشت به همان سو متوجه گردید. اما همین که سرش بیرون آمد و در میان هوا آویزان گشت گرگوار از ادامه دادن به این کار ترسید. اگر به همین وضع به زمین میافتاد سرش خرد میشد. مگر اینکه معجزه ای واقع شود و این موقعی نبود که وسایل خود را از دست بدهد. پس بهتر بود که در رخت خواب بماند. معهازا زمانی که پس از این همه مرارت آهی کشید، دوباره مثل پیش خود را در حالت دراز کشیده یافت و زمانی که دید پاهای کوچکش بیش از پیش در پیچ و است، ناامید شد از اینکه بتواند در این اعضای خود سر نظمی برقرار بکند دوباره به فکرش آمد که قطعا نباید در رخت خواب بماند به طرز عاقلانه در راه کوچکترین امید خارج شدن از آن باید از هیچ گونه فداکاری دریغ نکند هنوز به خاطر می آورد که تصمیم نومیدانه هرگز ارزش تعمل متین و منطقی را ندارد عموما در چنین مواردی نگاه خود را به پنجره می دوخت تا از آن درس تشویق و امیدواری بگیرد اما در این روز کوچه هیچ جوابی به او نمیداد ابر انبوه هیچ گونه مجدی در بر نداشت فکر کرد ساعت هفت است و مه کم نشده لحظه ای دوباره دراز کشید تا تنفس آرام و قوای سابق خود را دوباره به دست بیاورد مثل اینکه متوقع بود آرامش کامل زندگی عادی را به او بازگرداند بعد با خود گفت قبل از یک روب حتما باید بلند بشوم انقریب کسی را دنبال من به منزل میفرستند چون مغازه پیش از ساعت هفت باز می شود و شروع کرد که به پشت بخزد تا به تمام طول بدن و یک جا از رخت خواب بیرون بیاید از این قرار می توانست سر خود را بالا بگیرد تا به آن صدمه ای نرسد پشتش که به نظر او به اندازه کافی سخت بود البته روی قالیچه آسیبی نمیدید فقط از صدایی که موقع سقوطش تولید میشد واهمه داشت. می ترسید که در تمام خانه این صدا منعکس بشود و وحشت یا استرابی تولید کند. روش جدیدی که پیش گرفته بود بیشتر برایش تفنن بود تا کار پر زحمد. زیرا به وسیله تکانهایی می خود را بلغزاند. هنگامی که نیمی از تنش از رخت خواب بیرون آمد، به فکرش رسید که اگر کمی به او کمک میشد، با چه سهولتی می بلند بشود. دو نفر آدم قوی مثل پدرش و خدمتکار کافی بود. آنها بازویشان را زیر پشت گرد او می بردند و از رخت خواب بیرونش می آوردند. سپس با بار خود خم می شدند و بعد با احتیاط صبر می کردند که بتواند روی زمین استوار بشود و به این ترتیب می توانست امیدوار باشد که پاهایش بالاخره وسیله استعمال خود را پیدا بکنند. اما برفرض هم که درها بسته نبود آیا کار خوبی بود که کسی را به کمک بخواهد؟ از این فکر با وجود همه بدبختی که به او روی آورده بود نتوانست از لبخند خودداری بکند عملیات به قدری پیشرفت کرده بود که در اثر حرکت تابی که به خود میداد، تقریبا حس کرد که تعادلش را از دست داده باید تصمیم قطعی بگیرد زیرا از یک رب ساعت مهلتی که پیش خود تعیین کرده بود پنج دقیقه بیشتر باقی نمانده بود ولی ناگهان صدای زنگ در را شنید با خودش گفت لابد کسی از مغازه آمده و حس کرد که خون در بدنش منجمد شده و پاهای کوچکش رقص چوبی خود را تندتر کردند لحظه ای در سکوت گذشت و در پرتو امید پوچی تصور کرد که هیچ کس در را باز نخواهد کرد ولی خدمتکار مثل معمول با گام های استوار به طرف در رفت. اولین کلمه‌ای که شخص تازه وارد ادا کرد کافی بود برای آنکه گرگوار به هویت او پی ببرد. این شخص خود معاون بود. چرا بایستی گرگوار محکوم به خدمت در تجارتخانه ای باشد که آنجا کوچکترین قفلت کارمند موجب بدترین زن درباره او میشد؟ آیا همه کارمندان بی استثناء دقل بودند؟ آیا بین آنها هیچ یک از آن خدمتگزاران فداکار و باوفا پیدا نمیشد که اگر اتفاقا برایشان پیشامدی رخ میداد تا صبح یکی دو ساعت تفره بروند به قدری از پشیمانی حالشان منقلب بشود که بتوانند از رختخوابشان بیرون بیایند آیا به جای آنکه فورا مزاحم معاون بشوند حقیقتا کافی نبود که یکی از شاگردان تازه را میفرستادند تا اطلاعی به دست بیاورند آن هم در صورتی که چنین بازپرسی لزومی نداشت مثل اینکه بخواهند به تمام خانواده نمایش بدهند که روشن کردن چنین قضیه مشکوکی ممکن نیست مگر اینکه به هوش چنین شخص توانایی محول بشود این افکار به قدری گرگوار را از جا در کرد که با تمام قوا خودش را از تخت بزیرف کرد این اقدام بیشتر در اثر خشم او بود تا در نتیجه یک تصمیم قطعی حاصل این که تصادم شدیدی تولید شد ولی قوقایی که از بروز آن می ترسید رخ نداد قالیچه از شدت سقوط کاست و پشت جوانک بیش از آن که ابتدا تصورش را می کرد قابل ارتجاع بود دنباله صدای خفهی که ایجاد شد هیچ گونه قوقایی تولید نگردید فقط سرش صدمه دید چون گرگوار سرش را به کافی بالا نگرفته بود و در موقع سقوط ضربت دید پس سر خود را از شدت درد و اوقات تلخی چرخانید و آن را روی قالی چمانید. معاون در اتاق دست چپ گفت گویا چیزی زمین خورد. گرگوار از خودش پرسید آیا ممکن نیست که روزی چنین بدبختی به این مرد روی بدهد؟ به هر حال استبعادی نداشت. اما مانند جواب خشونت آمیزی صدای پا آمد و کفش به زمین کشیده شد و در اتاق دست راست خواهر پشپش خبر داد گرگوار معاون آمده گرگوار گفت میدانم اما جرأت نکرد آنقدر بلند حرف بزند که خواهرش بشنود حالا پدر در اتاق دست چپ می گفت گرگوار آقای معاون تشریف آورده تا بازخواست کند که چرا با ترن اول حرکت نکردی؟ نمیدانیم چه جوابش بدهیم به علاوه میخواهند با خودت حرف بزنند زود باش برای خاطر ما هم که شده در را باز کن بدیهی است که ایشان شلوغی اتاقت را با نظر اغماز تلقی خواهند کرد. صدای معاون بلند شد که حرف او را برید و بلند بلند گفت سلام علیکم آقای سامسا مادرش گفت ناخوش است و پدر به نطخ خود ادامه داد حضرت آقای معاون به شما قول می دهم که ناخوش است وگرنه چطور ممکن بود که ترن خود را از دست بدهد این تفلک همه هوش و حواسش توی تجارت هست حتی من دلگیرم که چرا بعد از شام هرگز از خانه خارج نمی شود. باور می کنید که هشت روز است برگشته و همه شبها را در خانه می گذرانیده. جلوی میز می نشیند و همانجا می ماند. بی آنکه چیزی بگوید. روزنامه می خاند و یا دفتر راهنما را مطالعه می کند. بزرگترین سرگرمی او ساختن مزخرفاتی است که با عره برش خود درست می کند. اخیرا در یکی دو جلسه یک قاب عکس خیلی ملوس درست کرده آنقدر قشنگ است این قاب را که در اتاقش ببینید تعجب خواهید کرد به محض اینکه گرگوار در را باز کرد شما می توانید آن را ببینید به علاوه من خیلی خوشبختم که فکر آمدن اینجا به سر شما افتاد این جوان به قدری سر است که بدون وجود شما ما هرگز نمی توانستیم او را وادار کنیم که در اتاقش را باز کند اگرچه امروز صبح نمیخواست اقرار بکند ولی حتما ناخوش است. گرگوار با درنگ احتیاطامیزی این جمله را هجی کرد. الان میآیم ولی جنبشی نکرد از ترس اینکه مبادا یک کلمه از گفتگوهایی را که میشد از نظر بیاندازد. معاون اظهار کرد. خانم؟ در حقیقت من نمیتوانم این موضوع را طور دیگری تعبیر بکنم. امید است که پیش آمد وخیمی رخ نداده باشد به حاضا باید اقرار کنم که ما تجار خوشبختانه یا بدبختانه هر طوری که میخواهید تصور بفرمایید اغلب قبل از نقاعتهای جزئی خودمان باید کارها را از پیش ببریم پدر از روی بیتابی در زد و پرسید خب حالا آقای معاون می توانند وارد بشوند؟ گرگوار گفت نه طرف چپ را سکوت سختی فرا گرفت و سمت راست خواهر شروع به گریه کرد چرا خواهرش نمی رفت جزء جرگه آنهای دیگر بشود بیشک تازه بلند شده و لباس نپوشیده بود اما چرا گریه می کرد آیا علت گریهش این بود که گرگوار بلند نمی شد تا معاون را داخل اتاقش بکند و بیم آن بود که از کارش معذول شود و رئیس مثل سابق که تقاضاهایی می کرد دوباره اسباب زحمت و پدر و مادرش را فراهم بیاورد نگرانی بیجایی بود گرگوار حتی حاضر بود و هیچ خیال نداشت که خانواده خود را ترک بکند. در این لحظه البته او روی قالیچه خوابیده بود و هر کس او را در این حال میدید نمی توانست جدا از او توقع داشته باشد که معاون را داخل اتاقش بکند. ولی به هر حال به علت این بیادبی کوچک که بعد به خوبی از عهده جبرانش برمی آمد، او را فورا بیرون نمی کردن. و گرگوار عقیده داشت که در این لحظه اگر او را به حال خود می‌گذاشتند، بهتر از آن بود که به وسیله نطخا و گریوزاری اذیتش کنند. اما به طور قطع دودلی باعث نگرانی آنها شده و همین نکته اقدامات آنها را تبرئه می کرد. در این وقت معاون بادی توی صدایش انداخته فریاد می زد. آقای سامسا چه شده است؟ شما در را بر روی خودتان می بندید و فقط به وسیله نه و آره گفتن جواب می دهید. و بیجهت سبب پریشانی خاطر خیشانتان را فراهم آورید و از وظایف اداری شانه خانی می کنید. من به طور فوقلاده به وسیله این جمله محترزه به شما تذکر می دهم. من حالا از طرف اقوام و رئیستان به شما خطاب می کنم. جدا از شما تقاضا دارم که زود توضیح دقیقی به ما بدهید. من کاملا متعجبم. تصور می کردم که شما جوان آراسته عاقلی هستید و حالا می بینم ناگهان روش افراتامیزی اتخاذ کرده اید تا صحبت شما نقل مجالس بشود امروز صبح حضرت آقای رئیس راجع به غیبت شما با من صحبت کردند و به من پیشنهادی فرمودند که با آن مخالفت ورزیدم یعنی اشاره به پرداختهایی کردند که مدت کمی است به عهده شما محول شده من قول شرف دادم که این ربطی به موضوع ندارد اما آقای سامسا حالا که سماجت شما را به رأی این مشاهده می کنم یقین بدانید که رویه شما مرا بیزار می کند که از این به بعد از شما دفاع بکنم با وجود این موقعیت اداری شما هم چندان محکم نیست اول خیال داشتم که این مطلب را در خلوت به خودتان بگویم اما حالا که بیهوده وقت مرا اینجا تلف کرده اید علتی ندارد که جلوی اقوامتان سکوت اختیار بکنم ما از آن داریم که خدمات اخیر شما مورد قدردانی رؤسا واقع نشده. پس مطلع باشید که این فصل با معاملات بزرگ تجاری مساعد نبوده است. ولی آقای سامسا، زمنان بدانید که یک فصل سال بدون معاملات نمیتواند و نباید وجود داشته باشد. گرگوار از جا در رفته بود. اختلال حواسش باعث شد که احتیاط میز را از دست بدهد و فریاد زد. ولی حضرت آقای معاون، از ساعه در را باز می کنم. من کسالت مختصری داشتم. سرگیجه مانه می شد که بلند بشوم. هنوز در رخت خوابم. اما حالم رو به بهبودی است. یک دقیقه صبر بکنید بلند می شوم. آنقدر هم که تصور می کردم حالم خوب نشده. با وجود این حالم خیلی بهتر است. چطور ناخوشی به این زودی آدم را از پادر می آورد؟ از خیشانم بپرسید دیشب حالم چندان بد نبود. اما چرا؟ دیشب هم علائم نقاهت را حس میکردم. شاید متوجه شده باشند بد کردم که قبلا به مغازه اطلاع ندادم اما مطلب اینجاست که آدم همیشه تصور می کند که در مقابل ناخوشی استقامت خواهد کرد و بستری نمی شود حضرت آقای معاوه مراعات اقوام بنده را بکنید سرزنش هایی که از به این جانب می کردید کاملا بی اساس است به علاوه تا کنون کسی به من تذکری نداده بود شاید جناب عالی سفارش های اخیری را که فرستادم ملاحظه نکرده باشید. من با ترن ساعت هشت حرکت خواهم کرد. این چند دقیقه استراحت برایم مفید واقع شد. حضرت آقای معاون، من نمیخواهم وقت شما تلف بشود. از صاحب مغازه خواهم آمد. خواهشمندم از روی مرحمت با آقای رئیس اطلاع بدهید و نظر لطف ایشان را نسبت به بنده جلب بفرمایید. گرگوار همینطور که سیل سخن را سرازیر کرده بود و خودش نمیدانست چه میگوید با سهولتی که نتیجه تمرین های سابقش بود به دولابچه نزدیک شده سعی میکرد به وسیله آن بلند بشود. زیرا بسیار مایل بود که در را باز بکند و خودش را نشان بدهد و با معاون صحبت بکند. زمنان کنجکاو بود که بداند این اشخاص که حضور او را با تحکم تقاضا داشتند از دیدنش چه حالتی پیدا می کردن. اگر از منظرش می ترسیدند مسئولیت از او سلب می شد و اگر وضع او را عادی تلقی می کردند دیگر لازم نبود به خود زحمت بدهد. می توانست قدری عجله کند و ترن ساعت هشت را در ایستگاه بگیرد. بدنه دولابچه لیز بود. گرگوار چند بار لغزید. معهازا با کوشش فراوان موفق شد که سر پا بایستند. هیچ به درد سوزانی که در شکمش حس می کرد توجهی نمی نمود و خودش را روی پشتی صندلی مجاور انداخت و نگه داشت. با پاهایش به هاشیه آن چسبید. همین که به خودش مسلط شد سکوت کرد تا حرفهای معاون را بشنود. این مرد از پدر و مادرش می پرسید آیا شما یک کلمه از حرفهایش را فهمیدید؟ امیدوارم که ما را ریشخند نکرده باشد. مادرش که اشک می ریخت می گفت خدایا خدایا شاید ناخوش است و ما وقت خودمان را به اذیت کردنش می گذارانیم. بعد صدا زد گرت گرت دختر جوان از پشت جدار چوبی دیگر جواب داد بله مادر جان زیرا اتاقش به وسیله اتاق گرگوار از آنجا مجزا می شد مادر گفت برو زود دکتر بیاور گرگوار ما ناخوش است زود زود یه دکتر بیاور صدایش را شنیدی؟ معاون گفت این صدای جانور بود و بعد از داد و فریاد زدنها به نظر می آمد که آهسته حرف می زند. پدرش رو به دالان صدا زد تا صدایش در آشپزخانه شنیده بشود. آنا! آنا! برو کلیت ساز را بیاور! و فوراً دو دختر بچه در دالان با صدای خش لباسشان دویدند و با هم در را باز کردند. صدای بستن در شنیده نشد. بیشک مثل خانه هایی که پیش آمد ناگواری دران می در آن رخ میدهد در را باز گذاشتند. با این وجود گرگوار آرام تر شده بود. حتما حرفای او را نفهمیده بودند. هرچند به نظر خودش کاملا آشکار بود و چون عادت کرده بود کلمات آخری از دفعه اول هم آشکارتر به نظرش می آمد. اما اقلن داشتن ملتفت می شدن که وضع او طبیعی نیست و می کمکش کنند. اطمینان و خونسردی که در اولین اقدامات به کار رفت به او قوت قلب داد حس می کرد که دوباره در جامعه بشری داخل شده و چشم به راه دکتر و کلید ساز بود بی آنکه بین آنها فرقی بگذارد این پیشامت ها به نظرش مانند کار نمایان با شکوه و شگفتانگیزی جلوه می کرد به منظور صاف کردن صدای خود برای مکالمات بعدی بسیار آهسته سرفه کرد چون میترسید که سرفهش مثل سرفه انسان صدا نکند. و جرأت نداشت که با قوه ادراک خود قضاوت کند. در این بین سکوت کاملی در اتاق مجاور فرمان روایی داشت. شاید پدر و مادرش برای کنکاش نهایی دور میز گرد آمده بودند. شاید همه آنها از دای درز در به او گوش می دادند. گرگوار با صندلی آهسته خودش را به طرف در کشاند. آنجا صندلی را رها کرد. خودش را به طرف در انداخت و به کمک چوب در ایستاد. زیرا از نوک پاهایش مایع چسبنده ای تراوش می کرد. لحظه ای از تقلا آسود. بعد سعی کرد قفل در را با دهانش باز بکند. اما چطور کلید در را بگیرد؟ اگر دارای دندان حقیقی نبود در عوض آرواره های بسیار قوی داشت و بالاخره با تحمل دردی که در اثر این کار تولید می موفق شد که کلید را تکان بدهد. از لبهایش مایع قهوه‌ای رنگی روان بود که روی قفل میریخت و بعد روی قالیچه میچکید. معاون در اتاق مجاور گفت گوش کنید دارد کلید را میچرخاند. این تشویق گرانبهایی برای گرگوار بود و دلش میخواست که پدر و مادرش و همه با هم دم میگرفتند باری کلا گرگوار ماشالله زور بده و به فکر اینکه همه با دقت پرشوق و علاقهی به کوشش او متوجه بودند به طوری با تمام قوه آرواره و با تمام قوایش سخت به در آویخته بود که بی میرفت بی حس و حرکت بیفتد. مطابق جهت کلید دور قفل میرخسی. گاهی فقط با دهن خودش را نگه داشته بود و گاه به حلقه بالای کلید آویزا میشد و با تمام وزن بدنش آن را پایین میکشید. صدای خشک گردش زبانه کلید گرگوار را به خود آورد و با آه فرحبخشی به خود گفت دیگر به چلنگر احتیاجی نیست و سرش را روی دستک در گذاشت تا در را باز بکند این طریقه که یگانه وسیله ممکن بود مانع شد که حتی پس از باز شدن در پدر و مادرش تا چند لحظه او را ببیند لازم بود که یکی از لطهای در را برگرداند آن هم با مراعات احتیاط کامل تا ورود آنها باعث نشود که به پشت بیفتد. هنوز درگیر و دار بود و تمام توجهش را به این کار مصروف داشت. ناگهان صدای موافقش را شنید که بلند گفت اوه مثل صدایی که ورزش شدید باد تولید بکند و او را که از همه به در نزدیکتر بود دید که دستش را روی دهان بازش فشار میداد و به آرامی عقب میرفت مثل اینکه نیرویی نامرئی با قوتی ثابت او را از جای خود عقب میران مادر که با وجود حضور معاون با موهای ژولیده ایستاده بود دستها را به هم متصل کرده و به پدر نگاه کرد بعد دو قدم به سوی گرگوار رفت و در میان حلقه خانواده زمین خورد دامن لباس دورش پهن شد در حالی که صورتش بین پستانهایش فرو رفت و کاملا مخفی گردید پدر با حالت شریرانه مشتهای خود را گره کرد مثل اینکه میخواست گرگوار را به اتاق خودش عقب براند با حالت بهت به اتاق نهارخوری نگاه کرد و با دست جلوی چشمش را گرفت و با حقحق حق بلندی چنان به گری افتاد که سینه پهنش تکان میخورد گرگوار از دخول به اتاق خودداری کرد فقط به در بسته از آنجا نیمی از بدنش پیدا بود و از بالا سرش رو به پهلو خم کرده بود تا مترسد پیش آمدهای بعد باشد. منحازا هوا خیلی روشنتر شده بود. به طور واضح آن طرف کوچه یک تکه از امارت روبرو که یک بیمارستان دراز دود زده با پنجره های مرتب بود و به طرز خشنی نمای امارت را سوراخ سوراخ می کرد دیده می شد. هنوز باران می بارید. اما قطرات درشتی بود که از هم فاصله داشت و تک تک به زمین میافتاد ظروف چاش روی میز کود شده بود زیرا پدر این نوبت خوراک را از همه مهمتر می دانست و به وسیله خواندن روزنامه های گوناگون مدت آن را طولانی میکرد. به جدار دیوار عکس گرگوار با لباس صدفانی دیده می شد. این درجه را در نظام وظیفه گرفته بود. با لبخند دستش را روی قبضه شمشیر گذاشته بود و از زندگی خوشنود بود. از حیبتش به نظر که برای لباسش مراعات احترام را لازم می شمارد. در باز بود و از آنجا در فاصله بین دالان و دالانچه اولین پله های پلکان دیده می شود. گرگوار دانست که در آن میان یگان کسی است که آرامش خود را حفظ کرده است. من الان لباس می پوشم، نمونه هایم را جور می کنم و راه می افتم. آیا می خواهید که حرکت کنم؟ می خواهید؟ حضرت آقای معاون، ملاحظه می که لجوج نیستم. بیشک مسافرت دشوار است. اما من نمی توانم از آن چشم بپوشم. حضرت آقای معاون شما کجا تشریف میبرید؟ به تجارتخانه؟ بله آیا مطابق واقعه گزارش خواهید کرد؟ برای هر کس ممکن است اتفاق بیافتد که در انجام مقررات اداری قفلت بکند ولی این مناسب ترین موقع است برای اینکه خدمات سابقه او را در نظر بگیرند و به خاطر بیاورند که پس از رفع قائله بیش از پیش به کار خود علاقه مندی نشان میدهد شما البته مستحضرید که بنده مدیون مراهم حضرت آقای رئیس می باشم. گذران معاش پدر و مادرم و خواهرم به عهده بنده است. من مواجه با موقعیت دشواری شدم. اما به وسیله جدیت در کار خودم را از این محلکه نجات خواهم داد. خواهش منم که موقعیت بنده را دشوارتر نفرمایید. زیرا به حد علا دشوار هست. استدعای آجزانه دارم که در تجارتخانه محترمتان از حقوق بنده دفاع بفرمایید. این نکته را به خوبی می دارم که عموماً با شاگرد تاجر حسن نظر ندارند. گمان می که مداخل سرشاری دارد و زندگی عریض و طویلی می کند. بنده تصور می کنم که وضع کنونی این عقیده باطل را تایید نمی کند. ولی حضرت عالی، آقای محاول، حضرت عالی که بهتر از همه به احوال کارمندان واقف هستید. حتی بهتر از شخص حضرت آقای رئیس، بین خودمان باشد. زیرا ایشان به علت اینکه کارمندان را استخدام می کند محتمل است به زیان یکی از آنها تحت تاثیر واقع شود البته حضرت عالی مطلعید شاگرد که تقریبا در تمام سال هیچ وقت در تجارتخانه نیست اغلب ممکن است فقط دچار عراجیف یا اتفاق و یا بهتان بیاساس بشود و برایش به کلی غیر مقدور است که از خودش دفاع بکند زیرا روحش خبر ندارد که به او تهمت زدند و فقط بعد از اینکه خسته و کوفته از مسافرت برمیگردند اطلاع حاصل می کنن. که حکم شومی درباره او صادر شده و دیگر نمی توان از علت آن تحقیق کرد و به این وسیله آتیه او تاریک می گردن. حضرت آقای معاون استدعای عاجزانه دارم قبل از اینکه اظهار لطف و موافقت خودتان را نسبت به بند اعلام فرمایید تشریف نبرید ولی معاون به شنیدن اولین کلمات گرگوار رویش را برگردانید و از بالای شانهش که لرزه به دان مستولی شده بود با روی ترش او را نگاه می کرد. در طی نطخ گرگوار عوض اینکه با خشونت گوش بدهد در حالی که او را می پایید خود را کم کم به طرف در عقب کشیده بود. مثل اینکه نیروی مرموزی مانع از رفتنش میشد. به دالان هم رسیده بود. زمانی که آخرین قدم را از اتاق نهارخوری بیرون گذاشت، حرکت تندی کرد انگاری که زمین کفشهایش را میسوزانید بعد دستش را به طرف دستگیره نرده دراز کرد. مثل اینکه یک راه نجات موافق طبیعی در پایین پلکان انتظارش را داشت. گرگوار پی برد که اگر مایل باشد شغل خود را از دست ندهد، به هر قیمتی شده نباید بگذارد که معاون در این حالت برود. متاسفانه پدر و مادرش موقعیت را درست تمیز نمیدادند. از زمانی که پسرشان در این تجارتخانه کار میکرد، این فکر در مغزشان جاگیر شده بود که زندگی گرگوار تمین شده و نگرانی کنونی به قدری فکر آنها را مشغول کرده بود که قادر به پیشبینی نبودند. اما قلب گرگوار وقوع پیشامتهایی را گواهی میداد. باید مانع رفتن معاون شد. او را آرام و متقاعد نمود و بالاخره دلش را به دست آورد. زیرا آینده گرگوار و خانوادهش به مخاطره افتاده بود. آه اگر خواهرش آنجا بود او میفهمید. از گریهش پیدا بود که غذایا را درک می کرد. در صورتی که همان وقت گرگوار با خاطر آسوده به پشت خوابیده بود. به علاوه معاون که زنها را دوست می داشت به حرف او حتما گوش می داد و به وسیله او ممکن بود راهنمایی بشود. خواهرش در را بست و در دالان به او ثابت می کرد که استرابش بیجهت است. ولی درست در همین موقع او آنجا نبود و همه ی ها به گردن گرگوار افتاده بود و بیان که راجع به اقدام موثرتر به خود تشویشی راه بدهد و یا اینکه فکر کند به نطق او پی بردند یا نه چیزی که چندان محقق نبود در را ول کرد و برای اینکه معاون برسد از لای آن گذشت معاون که به طرز خنداوری با دو دست به دستگیره نرده چسبیده بود بیهوده تکیه گاهی را جستجو کرد بالاخره روی پاهای نازکش افتاد و ناله ضعیفی کرد. برای اولین بار طی صبحگاهان ناگهان یک نوع احساس استراحت جسمانی کرد. پاهایش روی زمین محکم بود و با خوشحالی متوجه شد که پاهایش به خوبی از او اطاعت می کردند و حاضر بودند او را به هر کجا که مایل باشد ببرند و از همان دم گمان کرد که پایان رنجهایش فرا رسیده. ولی در حالی که از لحاظ احتیاجش به دویدن در محلی که ایستاده بود لنگر برمی داشت نزدیک مادرش رفت که پخش زمین شده بود ناگهان دید با وجود اینکه به نظر می آمد قش کرده است از جا پرید و دستهایش را در هوا بلند کرد و انگشتهایش را از هم باز نمود و زوزه می کشید به فریادم برسید کمک کنید کمک کنید و سرش را خم کرد تا او را بهتر ببیند بعد چیزی که به طور آشکار متناقض به نظر می آمد دیوانوار پس پس رفت بیان که فکر کند که روی میز هنوز پر از ظرف است تنه به میز زد و به تعجیل مثل یک نفر گیج رفت روی میز نشست گویا ملتفد نبود که نزدیک او قهوه جوش برگشت و قهوه روی قالی جاری شد پسر نگاهی به بالا کرد و نفس زنان گفت مادر جان معاون را کاملا فراموش کرده بود قهوه را میدید که می ریزد. گرگوار که نتوانست خودداری کند مثل کسی که مشغول خوردن چیزی است چندین بار در هوا آرواره هایش را حرکت داد. در آن وقت مادر دست به جیغ و داد گذاشت. از روی میز بلند شد و در آغوش پدر افتاد که جلوی او آمده بود. ولی گرگوار وقت نداشت که با آنها بپردازد. معاون در پلکان بود و چانه اش را روی نرده گذاشته بود و آخرین نگاه را به پشت انداخت. گرگوار قوایش را جمع کرد برای اینکه سعی کند دوباره او را بیاب، معاون که بیشک مزنون بود به یک جس از چندین پله پرید و ناپدید شد و فریاد کشید آه آه به طوری که صدایش در تمام راه پله پیچی این گریز تاثیر ناگواری در پدر کرد که تا کنون نسبتا حواسش سر جا بود خود را باخت و در عوض اینکه دنبال معاون بدود و یا اقلا مانع تقریب گرگوار نشود با دست راست اسای مهمان را که با لباده و کلاهش روی صندلی جا گذاشته بود گرفت و با دست چپش روزنامه ای را که روی میز بود برداشت و خود را موظف دانست که پاهایش را به زمین بکوبد و روزنامه و عصا را در هوا تکان بدهد تا گرگوار را دوباره به پناهگاه خودش براند هیچ گونه التماسی پذیرفته نشد و به علاوه هیچ خواهشی فهمیده نمیشد. گرگوار بیهوده سر خود را به حالت تزرع جلوی او گرفت. هرچه به پدرش اظهار فروتنی میکرد در او تأثیری نداشت و به کوبیدن پای خود میافزود. در اتاق نهارخوری مادر با وجود سرما پنجره را باز گذاشته بود و تا حدی که ممکن بود به بیرون خم شده بود و صورت را با دستهایش فشار میداد. جریان شدیدی هوای اتاق و راه را را عوض کرد. پرده ها باد کرد و روزنامه ها جمع شدند. چند صفحه از آن روی کف اتاق افتاد. ولی پدر بی مروت پسرش را دنبال می کرد و به طرز رام کنندگان اسب وحشی سوت می کشید و گرگوار که عادت به عقب رفتن نداشت به تعنی پس می رفت. اگر می توانست برگردد به زودی به اتاقش می رفت. اما بیمناک بود که کندی چرخ زدن او پدرش را بیشتر از جادر بکند و در هر آن می ترسید که ضربت کشنده با این چوب تهدیدآمیز روی سر و گردهش فرود بیاید. در این صورت فرصت انتخاب در بین نبود. گرگوار با وحشت ملاحظه کرد که وقتی به عقب می رفت جهتی را که انتخاب کرده بود به آن مسلط نمی شد. و از مشاهده یه طرز رفتار پدرش که دائما نگاه وحشت زدهی به او میانداخت حرکت پیچ خوردن را با تمام سرعت ممکن یعنی متاسفانه با کمال تعنی شروع کرد شاید پدر متوجه حسنیت او شد زیرا عوض اینکه مانع این حرکت بشود از دور راهنمایی میکرد و گهگاهی گرگوار را با سر عصا کمک می نمود. کاش فقط این سوتهای تحمل ناپذی را ترک می کرد زیرا گرگوار خودش را گم می کرد تقریبا حرکت پیچ خوردن را تمام کرده بود اما از صدای این سوت در حرکت اشتباه کرد و از زاویه‌ای که طی کرده بود کاست. بالاخره همین که دید جلوی دهنی در اتاق واقع شده، شادی بی پایانی به او دست داد. ملتفت شد که بدنش عریستر از آن بود که بی اشکال به تواند بکسرد. طبیعتاً به فکر پدرش نمی رسید و بدخلقی که به او دست داده بود مانع بود که در دیگر را باز بکند تا به گرگوار اجازه رد شدن بدهد. فکر ثابتی در کلش بود که بایستی فوراً گرگوار داخل اتاق شود. او هرگز نمیتوانست متحمل مقدمات مفصلی بشود که گرگوار لازم داشت تا بلند بشود و سر پا بگذرد گرگوار صدای داد و بیداد را پشت سر میشنید بیشک برای این بود که او را براند تا بگذرد مثل اینکه هیچ مانعی در بین نبود این جنجال مثل صدای صد هزار پدر در گوشش منعکس میشد موقعی شوخی نبود و گرگوار هرچه آباد. خود را لای گذرگاه درک کرد و همونجا به حالت خمیده قرار گرفت. بدنش از یک طرف بالا مانده بود و پهلویش از چارچوبه در که رنگ سفید آن از لکه های بدنما قهوهی رنگ شده بود خراشی. گرگوار گیر کرده بود و به تنهایی نمی خودش را نجات بدهد. از یک طرف پاهایش در هوا موج میزد و در میان هوا پیچ و تاب میخورد. از طرف دیگر به طرز دردناکی پاها زیر بدنش بی حرکت مانده بود. در این وقت پدر از عقب یک اردنگ محکم زد و این دفعه باعث تسلیت خاطر گرگوار شد. او خط سیر طویلی را طی کرد و میان اتاق به زمین خورد. خون ازش رفت. در با یک ضربت عصا بسته شد و بالاخره سکوت برقرار گردید. گرگوار طرف غروب از خواب سنگینی که مانند مرگ بود بیدار شد. برفرزم که مزاحم او نمی شده. بیشک دیرتر از این بیدار نمیشد زیرا به حد کافی استراحت کرده بود معهازا به نظرش آمد که خواب او از صدای پاهای خفا و صدای محتاط کلید در قفل در دالان مخشوش شده بود انعکاس روشنایی ترانوای برقی روی سقف و بالای اساس لکه های رنگ پریده ای اینجا و آنجا می گذاشت. ولی آن پایین که منطقه گرگوار بود تاریکی شب فرمان روایی داد. برای اینکه از جریان وقایع باخبر بشود آهسته به سوی در رفت و با نیش خود که بالاخره به فایده آن داشت پی برد کورکورانه اطراف خود را لمس میکرد طرف چپش تأثیر یک زخم طویل و مهیج را داشت و یک رج از پاهایش میلنگیدند یکی از آنها در طی وقایه صبح به طرز شدیدی صدمه دیده بود معجزه بود که فقط یک پا اینطور شده بود آن پا مثل یک عضو مرده دنبالش میآمد و به زمین کشیده میشد وقتی که جلوی در رسید فهمید که چه چیز او را جلب کرده بوی خوراک آنجا یک کاسه شیر, شیر شیرین شده که رویش تکه های نان شناور بود گذاشته بودند از شدت وش تقریبا خندید چون از صبح تا حالا به اشتهایش افسوده شده بود سرش را تا چشم در کاسه کوچک فرو برد ولی به زودی نامیدانه بیرون کشید این پهلوی صدم دیده شوم اسباب زحمتش میشد زیرا نمیتوانست غذا بخورد مگر اینکه با تمام بدن نفس بکشد بعد هم شیر به دهنش مزه نمی کرد. گرچه سابقا به این نوشیدنی علاقه داشت و بیشک خواهرش از راه توجه مخصوص برایش گذاشته بود سرش را با تنفر از کاسه برگردانید و به میان اتاق آمد از درز درد دیده میشد که در اتاق نهارخوری چراغ گاز میسو در این وقت معمولا پدر برای خانوادهش روزنامه عصر را میخواند اما گرگوار هیچ صدایی به گوشش نمی رسید. شاید این قرائت تشریفاتی که خواهرش همیشه در گفتگو و کاغذهایش برای او شهر میداد اخیرا از سر خانواده افتاده بود ولی همه جا همان سکوت بود در صورتی که حتما کسانی در آپارتمان بودند گرگوار به تاریکی خیره نگریست و فکر کرد خانواده چه زندگی بیدغدغهای کرده است و به خود بالی. زیرا از دسترنج او بود که پدر و مادر و خواهرش چنین زندگی آرامی را در چنین آپارتمان قشنگی می کردن. چه می شاد اگر این آرامش و این رضایت و راحتی با خسارت و جار و جنجال به پایان نمی رسید؟ گرگوار برای اینکه این افکار شوم را دور کند، ترجیح داد که کمی ورزش کند و سرقدمی روی شکم راه رفت. طرف غروب دید یک مرتبه در سمت چپ و یک دفعه در سمت راست باز شد و کسی می خواست وارد بشود. اما این معامله را بسیار علاوختکی تلقی کرد. گرگوار تصمیم گرفت که جلوی در اتاق نهارخوری ایست بکند و از را جذب کرد تا حدی که مقدور بود بازدید کننده مشکوک را در اتاق بیاورد و یا اقلا بشناسد. اما دیگر در باز نشد و انتظار گرگوار بیهوده بود. صبح وقتی که درها بسته بود همه اهل خانه میخواستند به اتاق حجوم بیاورند و حالا که درها باز بود کسی نمی آمد او را ببیند حتا کلیت را از پشت به در گذاشته بودند. خیلی از شب گذشته بود که روشنایی در اتاق نهارخوری خاموش شد و گرگوار به آسانی دریافت که پدر و مادر و خواهرش تا آن وقت بیدار مانده بودند. صدای پای هرسه آنها را شنید که پاورچین پاورچین راه می رفتند. طبیعتا تا صبح کسی به سراغ او نیامد. او مدت کافی برای تفکر راجع به سازمان زندگی نوین در تحت اختیار داشت. اما این اتاق بزرگ که ناگزیر بود در آنجا دمرو روی زمین بماند بی آنکه علتش را بداند او را می ترسانید. با وجود اینکه پنج سال می گذشت که در آنجا مسکن داشت. سپس به وسیله عکس عصبانی و بی اختیار با وجودی که کمی شرمنده شد به تعجیل زیر نیم تخت رفت. هر چند پشتش را پایین می گرفت و نمی توانه سرش را بلند بکند ولی فورا آنجا را پسندید. فقط تأسف میخورد که تنش زیاد پهن بود برای اینکه تمام بدنش زیر مبل جای بگیرد تمام شب را در آنجا گذرانید گاهی چرت میزد و از وحشت گرسنگی از خواب میپرید گاهی با فکر مضطرب و امیدهای مبهم میگذرانید و همیشه نتیجه میگرفت که موقتا وظیفهاش این بوده که آرام باشد و ملاحظه بکند و به این وسیله وضعیت ناگواری را که برخلاف میلش ایجاد شده بود به خیشانش قابل تحمل بنماید. از صبح خیلی زود فرصت به دست آورد تا تصمیمات جدیدی را که گرفته بود به مورد اجرا بگذارد. هنوز تقریبا شب بود. خواهرش که کاملا لباس نپوشیده بود در دالان را باز کرد و با کنجکاوی نگاه کرده فورا ملتفت گرگوار نشد. اما زمانی که او را زیر نیمکد ندید با خودش گفت عجب باید یک جایی باشد در هر صورت پرک نزده احساس وحشتی کرد که نتوانست خودداری بنماید و بیرون رفت و در را به هم زد بعد از حرکت خود پشیمان شد و دوباره در را باز کرد و توکپا پا وارد شد مثل اینکه وارد اتاق شخص خارجی و یا ناخوش روبه قبله شده باشد گرگوار که سرش را تا لب نیمکرد آورده بود او را نگاه می کرد. آیا خواهرش متوجه می شد که شیرا نخورده است؟ و علتش نداشتن اشتها نبوده؟ آیا برای او چیز دیگری که بیشتر به مزاقش بیاید خواهد آورد؟ اگر به خودی خود این کار را نمی کرد، با وجود میل شدیدی که به او دست داده بود که از محلی که نهان شده بود بیرون بیاید و به دست و پای خواهرش بیافتد و از او خوراکی بخواهد ترجیح میداد که از گرسنگی بمیرد تا توجه او را به این مطلب جلب نکند ولی خواهر متوجه شد که کاسه پر است تعجب کرد دوران چند قطره شیر چکیده بود. کاسه را بیان که لمس کند با یک دکه کاغذ برداشت و به آشپزخانه بود. گرگوار از روی کنجکاوی انتظار چیزی را داشت که به جای آن می آورد و در دریای فکر قوتور بود که پیش بینی بکند اما هرگز تصور نمی کرد که مهربانی خواهرش تا این درجه باشد زیرا برای اینکه سلیقه برادرش را به دست بیاورد خوراکی های گوناگون روی یک روزنامه کهنه چید روی آن آشغال سبزی های نیمه استخوان‌های غذای دیروز که سس سفیدی به آن خشک شده بود، انگور کرنت، بادام، یک تکه پنیر که گرگوار چند روز پیش گفته بود خوردنی نیست، نان بیات، یک تکه نان کرمانیده نمک زده و یک تکه بی نمک گذاشته بود. و به منظور تکمیل کاسه را که به نظر می آمد دیروز قطعا توی ذوق گرگوار زده بود پر از آب کرده بود. بعد به تصور اینکه برادرش جله او غذا نخواهد خورد زرافت را به حدی رسانید که بیرون رفت و در را با کنید بست به طوری که به او بفهماند که مختار است هرچه بخواهد بخورد حال که میز خوراک او به این ترتیب مهیا شده بود، گرگوار حس می کرد که تمام پاهایش به جنبش افتاده بودند. بعد هم زخمایش بهبودی یافته بود چون کمترین احساس درد نمی کرد. این موضوع او را کاملا به تعجب انداخت و به فکر افتاد. زمانی که آدمی زاد بود تقریبا یک ماه پیش یکی از انگشتانش کمی برید و تا دیروز درد میکرد فکر کرد آیا حس من کمتر شده؟ اما به طرز ناگهان و ضروری بین تمام غذاهای دیگر او مشغول مکیدن پنیر شده بود مثل یک نفر آدم شکمو پی در پی با چشمهایی که از خوشحالی تر شده بود پنیر و سبزی و سس را بلید ولی تر بار به مذاقش خوش نیامد همچنین بوی آنها توی ذوقش میزد و در موقع خوردن آنها را از چیزهای دیگر جدا میکرد. مدتی گذشت که کارش را تمام کرده بود و در همانجا به حالت تنبل مانده بود که حزم کند. ناگهان خواهرش کلید را به تعنی در قفل چرخانید برای اینکه علامت عقب نشینی را به او بدهد. با وجود کرختی که به او دست داده بود وحشت بزرگی به او آرس شد و تعجیل کرد که زیر نیم تخت برود. در مدت کوتاهی که خواهر مشغول پاک کردن اتاق بود با وجود غذای مفصلی که خورده و شکمش باد کرده بود به طوری که در کنج عزلتش به زحمت نفس میکشید خیلی همت لازم داشت برای اینکه آن زیر بماند بین دو آرزه خفقان چشمهای ورم کرده خواهرش را از زور گریه دید که بدون نیت بعد باقی مانده خوراکش و چیزهایی رام که او دست نزده بود جارو میکرد مثل اینکه به هیچ وجه به درد نمیخورد و همه آنها را در سطلی ریخت و در چوبی آن را گذاشت و دستپاچه بیرون بود. به محض اینکه بیرون رفت، گرگوار برای اینکه خمیازه بکشد و شکمش را به حجم معمولی برگرداند، از گوشه انزوای خود خارج شد. به این ترتیب هر روز به او غذا میدادند. صبح پیش از بیدار شدن پدر و مادر و کلفت و بعد از ظهر نهار که تمام میشد وقتی که پدر و مادرش چرت میزدند. و اما کلفت در این موضوع همیشه خواهرش برای او کاری در خارج میتراشید بازه هست آنهای دیگر نیز نمیخواستند که او از گرسنگی بمیرد ولی ترجیح میدادند که از امر خوراک او به وسیله دیگران مستحضر بشوند شاید تحمل این تماشا را نمیآوردند شاید آنقدرها هم بیزار نبودند شاید دختر جوان میخواست از زحمت آنها بکاهد باید تصدیق کرد که بدبختی آنها به حد اعلا بود گرگوار هرگز نتوانست بفهمد که روز اول به چه بهانی دکتر قفساز را از سر باز کردند زیرا هیچ کس توانست رابطه یه فکری با او داشته باشد هیچ کس بیان که خواهرش را مستثنا بکند تصور نمیکرد که او بتواند فکر دیگران را دریابد او فقط راضی بود هنگامی که خواهر در اتاقش میامد صدای او را بشنود که بین دعا نام مقدسین را به زبان آورد. این بعدها اتفاق افتاد آن هم زمانی که گرت به این وضع جدید سر تمکین فرود آورده بود. گرچه به آن هرگز عادت نکرده بود. گرگوار بعدها گاهی روی لبهای دختر جوان تفکری که لطف و مهربانی را میرساند و یا اجازه میداد که چنین حدسی را بزنند دیده بود. زمانی که همه غذاها را میخورد دختر میگفت امروز به دهنش مزه کرده. دفعه های دیگر وقتی که از خود اشتهایی نشان نداده بود چیزی که اغلب اتفاق میافتاد با لحن غمناکی اظهار میکرد باز هم به هیچ چیز دست نزده. اما اگر گرگوار مستقیما از اخبار اطلاعی حاصل نمیکرد، به گفتگوهایی که در اتاق نهار میشد گوش میداد. به محض اینکه صدای حرفی میشنید به طرف دری که مساعد تر بود میشه تافت و با تمام بدن به آن می چسبید. تقریبا صحبتی نمیشد مگر اینکه کم و بیش مستقیما راجع به او بود. در طی دو روز موقع غذا، گفتگوها راجع به وضع جدید رفتار با او اختصاص داشت. این مانع نمیشد که بین خوراک ها راجع به این موضوع مباحثه بشود. زیرا اکنون خانه همیشه از طرف دو عضو خانواده پاسبانی میشد. هیچ کس نمیخواست تنها بماند و نه به خصوص بدون پاسبان خانه را ترک کند. اما راجع به کلفت درست معلوم نبود که چگونه به این پیش آمد پی برد. آنچه می شود گفت این است که از همان روز اول زانو زد و اجزلابه کرد که مادر فوراً او را بیرون بکند. یک رو به بعد اجازه مرخصی خود را از خانواده به دست آورد و عشقهایی از روی نمک شناسی ریخت و به منزل یه بزرگترین اظهار لطف که در این خانواده نسبت به او شده باشد از اینکه جوابش نبودن تشکر کرد. زمنان سوگند موهشی خورد که هرگز به هیچ کس این موضوع را ابراز نکند. نه، هرگز به هیچ کس بروز نخواهد داد. حالا خواهر و مادر آشپزی را به گردن گرفته بودند و چندان باعث زحمت آنها نبود زیرا اشتها از این خانه رفته بود. گرگوار هر دم می شنید که یکی از اعضای خانوادهش به دیگری بیهوده اندرز می داد که غذا بخورد و همیشه همین پاسخ را می شنید. ما چکرم، سیرم یا یک چیزی شبیه این جواب را می شنید. شاید مشروب هم نمی خوردن. اغلب خواهر از پدر می پرسید که آیا مایه نیست که آبجو بخورد؟ و با کمال میل داوطلب میشد که شخصا برود و بخرد در مقابل سکوت پدر برای اینکه رو در مانع نشود می گفت که ممکن است دربان را بفرستد ولی پدر با یک نه تزلزل ناپذیر جواب میداد که موضوع منتفی می شد در طی روزهای اول آقای سامسا به زن و دخترش وضعیت و دورنمای مالی خانه را توضیح داد فاصله به فاصله بلند میشد میرفت کاغذ یا دفترچه قبضهایی را که از صندوق ورتهایم که پنج سال پیش آن را از غرق شدن نجات داده بود همان وقت که ورشکسته شد بر می داشت و میآورد صدای باز کردن قفل پرچم و خم و بستن آن بعد از آن که آنچه را که پیدا کرده بود شنیده میشد هیچ چیز در ایام اسارت گرگوار جز این توضیحات مالی و یا اقلا بعضی از نکات آن برایش آنقدر کیف نداشت زیرا همیشه تصور میکرد آقای سامسا پس از آن ورشکست نتوانسته بود حتی یک فنیک را هم نجات بدهد در هر حال پدر چیزی نگفته بود برای اینکه او را از اشتباه بیرون بیاورد و گرگوار هم از او نپرسیده بود بلکه سعی کرده بود همه کارها را روبراه کند برای اینکه خیشانش هر چه زودتر این پیش آمد ناگوار را که همه آنها را ناامید کرده بود فراموش بکنند و با فعالیت شایانی تن خود را به کار داد ابتدا مستخدم بی اهمیتی بود و در اندک زمانی به عنوان شاگرد تاجر مسافرت کننده با تمام منافعی که این شغل در برداشت نامزد گردید و در سایه مساعده ترقیاتش به زودی به پول نقدی مبدل گردید که ممکن بود توی خانه در مقابل خانواده متعجب و مسرور روی میز به معرض نمایش بگذارد ایام خوشی بود بعد دیگر پرتوی آن ناپدید شد هرچند گرگوار بعد هم آنقدرها به چنگ می آورد که همه خانواده سامسا را نان بدهد و در حقیقت این کار را می کرد. همه خیشانش و خود او به این کار عادت کرده بودند. خانوادهش با تشکر پول را می گرفت و او هم با میل و رغبت می داد. ولی این داد و ستت دیگر با تظاهر احساسات مخصوصی صورت نمی گرفت. فقط خواهر علاقه بیشتری به گرگوار نشان می داد. آن هم برای اینکه در خفا قرار گذاشته بود که سال آینده او را به هنرستان موسیقی بفرستند بی آنکه که به مخارج فوقلاده این اقدام که سعی داشت از راه دیگری تامین بکند وقعی بگذارد در این قسمت که بسیار شیفته موسیقی بود گرت با او اختلاف نظر داشت وقتی که گرگوار می آمد چند روز را بین خیشانش بگذاراند اغلب موضوع هنرستان موسیقی در صحبت برادر و خواهر رد و بدل می شد. آنها طوری راجب این موضوع گفتگو می کردند مثل آرزویی که عملی کردن آنها غیر مقدور است. پدر و مادر اشارات بیریای آنها را در این موضوع نمی پسندیدند. اما گرگوار در این خصوص به طور جدی فکر می کرد و به خود وعده می داد که شب عید نوئل عملی کردن آن را رسما اعلام بنماید. از این گونه افکار، افکاری که با موقعیت کنونی او به هیچ وجه سازش نداشت، در مغزش جولان میداد در حالی که ایستاده به در چسبیده بود برای اینکه صحبت را بشنود گاهی به قدری خسته میشد که هیچ نمیشنید اختیار از دستش در میرفت سرش به در می خورد فورا آن را بلند می کرد زیرا کوچکترین صدایی بیدرنگ در اتاق نهارخوری شنیده میشد و دنبالش سکوت برقرار می کردید. پس از لحظه پدرش می گفت آیا باز چه کار میکنه و بیشک رویش را به طرف در اتاق می کرد و صحبتی که قطع شده بود آهسته از سر نو برقرار می گردید. پدر همیشه توضیحات خود را از سر نو شروع می کرد برای اینکه جزیات فراموش شده را دوباره به یاد بیاورد و یا به زنش بفهماند زیرا برای اولین لحظه به مطلب پی نمی برد گرگوار از نتخای او به اندازه کافی فهمید که با وجود همه بدبختی ها پدر و مادرش از دارایی سابق خود مقدار وجهی اندوخته بودند گرچه مختصر اما از منافعی که روی آن رفته بود زیادتر شده بود از همه پولی که گرگوار ماهیانه به خانه می پرداخت و برای خودش فقط چند فلوره نگه می داشت همه را خرج نمی کردند و این موضوع به خانواده اجازه داده بود که سرمایه کوچکی پس انداز بکند گرگوار سرش را پشت در از روی تصدیق تکان می داد و از این مالندیشی غیر مترقبه خوشحال بود. بیشک با این پسنداز ها ممکن بود قرضی را که پدرش به رئیس داشت خیلی زودتر مستحلک بکند و این امر خیلی زودتر تاریخ نجات او را نزدیک میکرد ولی با پیش آمدی که اتفاق افتاده بود خیلی بهتر شد که آقای سامسا به همین طرز رفتار کرده بود بدبختی اینجا بود که این وحش کفاف خانوادهش را نمیداد که با منافع آن زندگی بکند فقط یکی دو سال می توانستند گذران بکنند و بس. این پس انداز تشکیل مبلغی میداد که نمی بایستی به با آن دست بزنند و باید آن را برای احتیاجات فوری دیگر بگذارند. اما پولی که برای امرار معاش بود بایستی فکری برای به دست آوردن آن کرد. پدر با وجود مزاج سالمی که داشت، مرد مسنی بود که از پنج سال پیش هر گونه کاری را ترک نموده بود و نمی توانست امیدهای مهم به خود راه بدهد. در مدت این پنج سال استراحت که اولین تعطیل یک دوره زندگی به شما می آید که صرف زحمت و عدم موفقیت گردیده بود شکمش بالا آمده و سنگین شده بود اما مادر پیر با مرض تنگ نفسی که داشت چه از دستش برمی آمد همین به منزله کوشش فوقلادهی برایش بود که در خانه راه برود و نیمی از وقتش را روی نیمکت بگذراند و پنجره را باز بگذارد که خفه نشود بعد هم خواهر یک دختر بچه 17 ساله بود که برای زندگی بی دقدقی که تا کنون می کرد آفریده شده بود یعنی لباس قشنگ بپوشد خوب بخوابد و به کارهای خانه کمک بکند ضمناً بعضی تفریحات مختصر هم داشته باشد و مخصوصاً ویولون بزند آیا هیچ به او مربوط بود که پول در بیاورد؟ وقتی که صحبت راجع به این موضوع میشد شد گرگوار همیشه در را ول می کرد و می رفت و روی نیم تخت چرمی که خونکی آن به تن گرگوار که از زجر و خجالت می سوخت گوارا می آمد می خوابید اغلب شبهایی که بیخوابی به سرش میزد چرم نیم تخت را مدت ها می خراشید بعضی اوقات بی آنکه از درد خود شاکی باشد صندلی راحتی را به طرف پنجره می لغزانید و به این ترتیب به وسیله صندلی پشتیبانی خوبی به دست می آورد و به پنجره یله میداد. نه از لحاظ تفریح از منظره بلکه فقط به یاد حس آزادی این کار را می کرد که سابقا از نگاه کردن از پشت شیشه به بیرون دریافته بود. گرگوار روز به روز بیشتر نزدیک بین می شد. حتی بیمارستان جلوی خانه را که در زمانی که آدمی زاد بود نفرینش میکرد که چرا اینقدر جلوی چشمش است حالا دیگر نمیتوانست ببیند و اگر یقین نداشت که در خیابان شارلوتون در یک کوچه آرام و شهری منزل دارد میتوانست باور بکند که پنجره او به صحرا باز میشود و آنجا آسمان و زمین به رنگ خاکستر با هم توام شده بودند خواهر دقیقش که دوباره صندلی راحتی را جلوی پنجره دید فهمید و از این به بعد هر بار که اتاق را پاک میکرد صندلی را جلوی پنجره میلغزانید و حتی دریچه زیر پنجره را هم باز میگذاشت اگر گرگوار فقط میتوانست با خواهرش حرف بزند و از آنچه برایش میکرد تشکر بنماید به بهتر میتوانست خدمات او را تحمل بکند ولی محکوم به سکوت بود و درد میکشید گره طبیعتا میکوشید جنبه دشوار وضعیت خود را از چشم او بپوشاند و هرچه زمان بیشتر میگذشت وظیفه خود را بهتر انجام میداد ولی مانع نمیشد که برادرش آشکارا به بازیچه او پی ببرد حضور او گرگوار را به طرز شدیدی شکنجه میکرد تا وارد میشد با وجود دقتی که داشت که منظره این اتاق را از چشم دیگران همیشه بپوشاند فرصت بستن در را نمیکرد به طرف پنجره میدوید دست پاچه با یک حرکت آن را باز می کرد مثل اینکه بخواد از خفه شدن قطعی پرهیز کرده باشد و هرچند هوا سرد بود یک لحظه آنجا می ماند و نفس عمیق میکشید. روزی دو بار گرگوار را با این حجوم و حیاهو می گرگوار در تمام مدتی که این جلسه طول می کشید، زیر نیم تخت به خود می لرزید. او میدانست که خواهرش اگر میخواست میتوانست در اتاق او با پنجره بسته بماند و این شکنجه را به او ندهد یک روز تقریبا یک ماه بعد از تغییر شکل گرگوار بود و خواهرش هیچ علتی نداشت که از او بترسد کمی زودتر از معمول وارد شد و او را دید که بی حرکت و در وضعی که تولید وحشت میکرد از پنجره به بیرون نگاه میکند اگر وارد اتاق نمیشد برای گرگوار تعجبی نداشت چون وضع او مانع میشد که پنجره را باز بکند اما از ورود خودش ناراضی بود و عقب جست و در را با کلید بست یک نفر خارجی می توانست حدس بزند که گرگوار خواهرش را میپایی تا گاز نگیرد طبیعتاً به زودی زیر نیمتخت قایم شد اما تا ظهر چشم به راه مراجعت گرت مان و زمانی که او برگشت حالش خیلی حراسانتر از معمول بود از آنجا ملتفه شد که هیکلش هنوز تولید نفرت در دختر بیچاره میکرد و همیشه اینطور خواهد ماند همچنین چقدر رو باید دندان روی جگر بگذارد تا از یک قسمت کوچک گرگوار که از زیر نیم تخت بیرون می ماند فرار نکند به منظور اینکه این منظره را از چشم او بپوشاند یک تکه شمد روی پشتش گرفت و روی نیم تخت آورد این کار چهار ساعت طول کشید و شمد را طوری پهن کرد که خواهرش اگرچه خم هم بشود زیر مبل را نتواند ببیند هرگاه خواهر این احتیاط را بیهوده فرض می کرد می شمد را ببرد لذتی نداشت که خودش را پنهان بکند اما او شمد را سر جایش گذاشت و گرگوار که سرش را با احتیاط از پشت پرده درآورده بود تا تأثیر این اصلاح جدید را در خواهرش مشاهده کند در چشمهای او نگاه حقشناسانه ای را دریافت. در پانزده روز اول پدر و مادر نتوانستند خودشان را حاضر به دیدن او بکنند و اغلب می شنید که از پشتکار خواهرش تمجید می کردن در صورتی که سابق از او دلخور بودند و او را دختر بی مصرفی می دانستن. حالا اغلب اتفاق می افتاد که پدر و مادر دم اتاق گرگوار انتظار میکشیدند که دخترشان اتاق را پاک بکند و در موقع خروج به دقت نقل بکند که اتاق در چه وضعی بوده و گرگوار چه چیز را خورده بوده و این دفعه چه کار تازه ای کرده. و علاوه از او می آیا در حالش بهبودی حاصل شده است یا نه؟ مادر نسبتاً برای دیدار گرگوار بیتابی می کرد. ولی دختر و پدر مانع می شده. گرگوار که با دقت گوش می کرد کاملا با دلایل آنها موافق بود. معهازا بعدها می بایستی به زور از او جلوگیری کرد. مثلا وقتی که فریاد میکشید، کشید بگذارید گرگوار را ببینم. این بچه بدبخت من است. شما نمیفهمید که باید او را ببینم؟ گرگوار به فکر افتاد شاید خوب باشد که مادرش اگر شده هر روز هم باشد پیش او بیاید. این کار جنونامیز بود. اما مثلا هفته یک مرتبه زیرا مادر بهتر از خواهرش که با وجود تمام شجاعتی که از خود بروز میداد و دختر بچه‌ای بیش نبود می به مطالب پی ببرد کی میداند شاید این مأموریت سنگین را به عهده نگرفته بود مگر به واسطه یه سادگی بچگانه آرزوی دیدن مادرش طولی نکشید که برآورده شد گرگوار در مدت روز از لحاظ رعایت و پدر و مادر از رفتن جلوی پنجره چشم پوشید و گردش هایی که توی اتاق می کرد جبران قابل توجهی برایش نبود. آیا دائما دراز بکشد؟ در مدت شب هم نمیتوانست تحمل این کار را بکند. به زودی از خوراکم سرخورده و بالاخره عادت کرد در تمام جهات روی دیوار و سقف از لحاظ سرگرمی گردش بکند. مخصوصا گردش روی سقف را خیلی دوست داشت که آویزان بشود. این چیز دیگری بود تا اینکه روی کف اتاق راه برود چون نفسش آزادتر میشد حرکت نوسانی خفیفی به خودش میداد و از حالت کرختی که آن بالا به گرگوار دست میداد برایش اتفاق میافتاد که با تعجب سخف را ول بکند و روی زمین نقش ببندد اما حالا که بهتر می توانست از وسایل بدن خود استفاده کند موفق میشد که این سقوط را بی خطر بکند خواهرش به زودی متوجه تفریح جدید او شد زیرا جا, به جا در طی گذرگاه گرگوار روی دیوار آثار چسبی که از او تراوش می کرد می ماند. و گرد به فکرش رسید که گردش های او را آسانتر به نماید و اساسیه هایی که جلوی دست و پا را می گرفت به خصوص دولابچه و میز را بیرون ببرد بدبختانه آنقدر قوی نبود که به تنهایی این کار را انجام دهد و جرأت نمی کرد که از پدرش کمک بخواهد کلفت هم حتما این کار را قبول نمی کرد. زیرا اگر این دختر 16 ساله پس از رفتن آشپز قدیم با شجاعت ایستادگی می نمود به شرط این بود که دائما پشت در آشپزخانه را سنگربندی بکند و باز نکند مگر در اثر فرمان عاجل پس برای دختر جوان راه دیگری نماند مگر اینکه روزی که پدر قایب است از مادرش کمک بخواهد مادر در حالی که اظهار شادی می کرد جلوی در اتاق گرگوار حاضر شد اما خیلی زود احساساتش فروکش کرد خواهر آمد تفتیش قبلی کرد و مادر را نگذاشت داخل شود مگر بعد از آنکه تفتیش او خاتمه یافت گرگوار دست پاچه شمد را باز هم بیش از معمول پایین آورد و چین زیادی به آن داد به طوری که به مجموع آن حالت طبیعت بیجان ساله را داد این دفعه صرف نظر کرد که از زیر شمد مواظب باشد و مادرش را تماشا بکند فقط از آمدنش خوشحال بود دختر جوان گفت تو می توانی بیایی چون دیده نمی شود و در حالی که دست مادرش را گرفته بود او را وارد کرد اکنون گرگوار صدای دو زن ناتوان را می شنید که برای جابجا جا کردن دولابچه کهنه تقلا می کردند این مبل وزن سنگینی داشت خواهر با وجود نصیحت مادر که می ترسید مبادا به خودش صدمه بزند دشوارترین وظایف را به عهده گرفته بود این کار خیلی وقت صرف کرد. چهار ساعت میگذشت که آنها سران عرق می ریختند. تا وقتی که مادر اظهار داشت که بهتر از دولابچه سر جای خود باشد زیرا برای آنها زیاد سنگین بود و قبل از آمدن پدر به انجام این کار موفق نخواهند شد و مبل که میان اتاق آمده بود راه آمده شد را از هر طرف مسدود میکرد بالاخره و مخصوصا معلوم نبود که گرگوار از نبودن اساسی اتاقش راضی باشد مادر پیش خود فکر می کرد که نه منظره لخت دیوار قلبش را خواهد فشرد چرا گرگوار همین احساس را نمیکرد؟ او که از دیر زمانی به اساسیه اتاق خود عادت کرده بود حس خواهد کرد که او را در اتاق خالی واگذاشتند مادر با صدای بسیار آهسته نتیجه گرفت این به چه چیز می ماند؟ اول پچپچ می کرد. مثل اینکه میترسید گرگوار که نمیدانست کجا پنهان شده صدایش را بشنود مقصود معنی کلمات نبود چون مطمئن بود که گرگوار نخواهد فهمید ولی نمیخواست که حتی صدایش را بشنود آیا از برچیدن اساسیش اینطور وانمود نمی کنیم که از امید معالجهش صرف نظر کرده ایم و از بدجنسی او را به حال خود وا میگذاریم گمان میکنم بهتر است که اتاق دست نخورده مثل سابق بماند برای اینکه وقتی گرگوار حالش دوباره جا آمد هیچ تغییری نبیند و زودتر فراموش بکند گرگوار از شنیدن کلمات مادرش پی برد که در طی دو ماه زندگی یک نواخت که هیچ کس با او حرف نزده مشاعرش مختل شده بود و گرنه نمی توانست طور دیگر این تمایل را تعبیر بکند که در اتاق لخت منزل داشته باشد اما حقیقتا مایل بود این اتاق گرم که از لحاظ آسایش با اساسی خانوادگی آراسته شده بود به یک قار تبدیل گردد و به طور کامل و سریعی بشریت گذشته او فراموش بشود برای اینکه روی دیوارها خلخل بازی در بیاورد و بگردد به این جد بود که فراموشی کار خود را انجام میداد و برای اینکه از حالت کرختی بیرون بیاید فقط شنیدن صدای مادرش که از دیر زمانی نشنیده بود کافی بود نه به هیچ چیز دست نزنید همه چیز سر جایش بماند او نباید از تأثیر سودمند اساسی محروم بشود بر فرض که اساسیه مانع بشود که او روی دیوار بخزد این موضوع نه به زیان بلکه به سود او خواهد بود بدبختانه خواهرش با این عقیده همراه نبود و با پدر و مادرش عادت کرده بود که راجب گرگوار مستبدل رعی باشد و این هم بیدلیل نبود این دفعه پیشنهاد مادرش سبب شد که تصمیم بگیرد که نه تنها میز و دولابچه که منظور اساسی او بود بلکه همه اساسی دیگر را هم بیرون ببرد به جز نیم تخت که وجودش لازم بود. پافشاری او از لجاجت بچگانه و یا حس جدید اعتماد به خود که به طرز دشواری به دست آورده بود سرچشمه نمی گرفت. نه، در حقیقت ملاحظه کرده بود که گرگوار برای گردشهایش به فضای زیادی احتیاج داشت و چنین به نظر می آمد که هرگز اساسیه را استعمال نمی کند. اما شاید فکر احساساتی دختر بچه ها در تصمیمش بدون دخالت نبود یعنی اخلاق متغیری که در هر مورد میخواهد کامیاب شود و در این لحظه او را وادار کرده بود که وضع برادرش را به طرز فجیعی نمایش بدهد برای اینکه فداکاری خود را بهتر ثابت کند زیرا از این به بعد هیچ کس به غیر از گره جرأت نداشت به محلی بیاید که گرگوار به تنهایی روی دیوارهای لخت فرمان روایی داشت لذا از تصمیم خود به وسیله مادرش که محیط این اتاق او را پریشان و بی اراده کرده بود بر نگشت و طولی نکشید که برای حمل دولابچه به دشواری به او کمک کرد گرگوار می توانست از دولابچه چشم پوشد اما میز بایستی سر جایش بماند و همین که زنها دولابچه را نفسنان بیرون بردند گرگوار با احتیاط و زرنگی سر خود را بیرون آورد تا موقع مناسب را برای دخالت بسنجد از غذا اول مادر وارد شد زیرا گرد در اتاق مجاور بازوها را دور دولابچه انداخته بود و از چپ به راست آن را تکان میداد بی آنکه بتواند جابجایش بکند مادر عادت نداشت که گرگوار را ببیند گمان کرد که اختلال فکری به او دست داده ترسید و تا آن طرف نیمتخت دست پاچه عقب رفت ولی نتوانست مانع حرکت خفیف جلوی شمت بشود که توجه زن مسن را به خود جلب کرد بیدرنگ ایست نمود لحظه ای سر جای خود خشک شد و بالاخره به سوی گرت برگشت گرگوار به خودش دلداری میداد که اتفاق فوقالعادهای رخ نداده و فقط چند تکه چوب و تخته را جابجا میکند از آمد و شده زنها و اظهار تعجبی که میکردند و صدای لغزش اساسی روی کف اتاق تأثیر حیاهوی غریبی را میکرد که از هر سو تنین انداز شده بود و هرچه سرش را به شدت تو کشید و پاهایش را جمع میکرد و به زمین می چسبید بیشتر احساس میکرد که تحمل این شکنجه در مدت طویلی برایش مقدور نخواهد بود اتاق او را خالی میکردند و آنچه را که دوست می میبردند تا کنون دولابچه را که اره برش چوب و تمام افزارش در آن بود برده بودند. حالا میز تحریرش را که از وقتی که سر خدمت میرفت به سختی روی زمین لنگر انداخته بود این میز که تکالیف مدرسه تجارت و همچنین مدرسه ابتدایی را رویش نوشته بود جابجا کردند نه قطعا او نمیتوانست با آنها موافق باشند بعد هم حضورشان را کاملا فراموش کرده بود زیرا آنها از خستگی خاموش شده بودند و فقط صدای سنگین پایشان شنیده میشد. هنگامی که در اتاق مجاور آنها به میز تکیه کرده بودند برای اینکه نفس تازه کنند، گرگوار بیرون دوید و به قدری پریشان بود که چهار بار جهت خود را تغییر. زیرا نمیدانست که از چه راهی باید اقدام به نجات خود بنماید. ناگهان متوجه تصویر زنی شد که خودش را در پوست پیچیده و روی دیوار لخت اهمیت بسزایی به خود گرفته بود. به تعجیل از جدار دیوار بالا رفت روی شیشه تنه داد و شیشه به شکم سوزانش چسبید و به طرز گوارایی او را خنک کرد گرگوار که با تن خود کاملا روی این تصویر را پوشانیده بود تا اقلا کسی نتواند بیاید و آن را بردارد سرش را به طرف اتاق نهارخوری برگردانید تا زنها را در موقع مراجعت ببیند آنها هم اجازه استراحت طولانی به خود نداده و به اتاق او می آمدند. گره تقریبا کمر مادرش را گرفته بود و او را با خود می آورد. به هر طرف نگاهی کرد و گفت حالا نوبت چیست؟ چشمایش توی چشمای گرگوار افتاد که به دیوار چسبیده بود. اگر خونسردی خود را حفظ کرد فقط برای خاطر مادرش بود. سرش را به جانب او خم کرد تا مانع بشود که مادرش گرگوار را ببیند. با وجود اینکه نتوانست جلوی لرزه خود را بگیرد با شتاب اظهار داشت زود باش برویم بهتر است که یک دقیقه در اتاق نهارخوری بمانیم گرگوار فهمید که تصمیم دختر جوان قطعی است زیرا میخواست ابتدا مادر را در جای ام بگذارد و بعد او را از روی عکس براند اگر جرأت میکرد میتوانست امتحان کند چون گرگوار روی تصویر خوابیده بود و به آسانی از آن دست نمیکشید حتی حاضر بود که به صورت خواهرش بجهد اما در اثر حرف گرت مادرش مستره برگشت و لکه بزرگ قهوه‌ای را روی کاغذ دیواری دید و قبل از اینکه بتواند گرگوار را بشناسد با صدای دورگه خراشیده فریاد زد آه خدایا خدایا با حرکت تسلیم کامل دستها را به شکل صلیب روی هم گذاشت و روی نیم تخت قلتید و از هوش رفت خواهر مشتش را بلند کرد نگاه زهرالودی به گرگوار انداخت و گفت آه گرگوار این اولین کلمه بود که پس از تغییر شکل به او خطاب کرد سپس دوید از اتاق ناهارخوری نمک بیاورد تا مادر را به هوش بیاورد گرگوار تصمیم گرفت که کمکش بکند ولی این کار مانع نمیشد که در موقع لزوم از تصویر دفاع بنماید افسوس سخت به شیشه چسبیده بود و میبایستی کوشش دشواری بکند تا از آن کنده بشود بعد دوید در اتاق نارخوری مثل اینکه میتوانست نصیحت موثری به خواهرش بکند اما فقط راضی شد در مدتی که او شیشه ها را به هم میزد با آرامی پشت سرش بیستد زمانی که گرد برگشت وحشت غریبی به او دست داد یک شیشه افتاد و روی زمین شکست خورده های آن صورت گرگوار را خراشید و دوای تند به پاهای شتک زد گر تنبیان که تعمل بکند با تمام شیشه هایی که میتوانست توانست بردارد شتاب زده به طرف مادرش رفت و با ضربت پا در را بست. به این وسیله گرگوار از مادرش که در اثر خطای او شاید رو به مرگ بود جدا ماند و به فکر اینکه مبادا باعث بشود خواهرش که وظیفه او ماندن پهلوی ناخوش بود بیرون برود نخواستن را باز بکند پس کار دیگری از او ساخته نبود مگر اینکه انتظار بکشد و در حالی که پریشان و شرمگین بود شروع به جولان روی دیوارها و اساسیه و سقف کرد آنقدر گشت زد که همه چیز در اطرافش چرخید و با ناامیدی میان میز بزرگ افتاد لحظه ای گذشت گرگوار از خستگی در آنجا دراز کشید و اطرافش را سکوت فرا گرفته بود این را به فال نیک گرفت ولی ناگهان شنید که زنگ در را زد. کلفت طبیعتا در آشپزخانه جلوی خودش را سنگربندی کرده بود گرت رفت و در را باز کرد پدر وارد شد فورا پرسید چه شده است بیشک از حالت شوریده گرت بو برده بود دختر جوان که احتمالا صورتش را روی سینه پدر گذاشته بود با صدای خفه ای جواب داد از دست گرگوار مادرجانم قش کرده اما حالش بهتر است پدر جواب داد من میدانستم و بارها به شما گفته بودم اما زنها حرف سرشان نمیشود گرگوار از این کلمات فهمید که پدرش حرف گرت را بد تعبیر کرده و گمان میکند که از پسرش کارهایی سر زده موقعی نبود که بشود ذهنش را روشن کرد میبایست با ملایمت با او رفتار بکنه. لذا گرگوار به طرف در اتاقش پناه برد و عجله کرد برای اینکه پدرش در موقع ورود از توی دالان ببیند که او تصمیم قطعی دارد و میخواهد فوراً به محل خودش برگردد و لازم نبود که با اقدامات شدید او را مجبور به این کار بنماید زیرا اگر در را به رویش باز میکردند به زودی ناپدید میشد اما پدر سر دماغ نبود که به این ریزه کاری ها پی ببرد از دور با لحن آمیخته با خشم و شادی فریاد زد آها گرگوار سرش را از بغل در برداشت و به سوی آقای سامسا بلند کرد به وضعی که او را دید تعجب نمود زیرا نمی توانست تصورش را بکند درسته که اخیرا فراموش کرده بود که مثل سابق مراقب بقای خانه باشد و به جای آن روش نوین گشت و گذار روی دیوارها را پیش گرفته بود اما میبایستی منتظر تغییراتی نزد اقوامش بوده باشد ولی آیا این پدرش بود؟ آیا این همان مردی بود که وقتی گرگوار سابقا به مسافرت می رفت خسته در رخت خواب فرو رفته بود و در هنگام مراجعتش از سفر از او با لباس خانگی در یک صندلی راحتی که نمی توانست از رویان بلند بشود پذیرایی می کرد؟ یعنی اکتفا می نمود که بازوهایش را به سوی آسمان بلند بکند و اظهار شادی بنماید. این پیرمرد که در گردش های نادر خانوادگی یعنی دو سه در سال و روزهای جشن بزرگ بین گرگوار و مادر که آهسته راه میرفتند خودش را به زمین میکشید این همان پیرمرد بود این مرد که خودش را در لبادی کهنه میپیچید با احتیاط اسا زد برای اینکه جلو برود و مجبور بود برای اینکه حرف بزند هر سه قدمی بایستد و همراهان خود را دور هم بیاورد حالا چطور قد برافراشته بود لباس متحدل شکل آبی بدون یک چین با دگمه های طلایی تن داشت مثل لباس اعضای بانک بالای یخه بلند او قبقبش با خطهای محکمی بزرگ شده بود زیر ابروهای پرپشت نگاه سرزنده چشمهای سیاهش به حالت خیره میشد. موهای سفیدش که معمولا جولیده بود شانه کرده و عقب زده و براق بود ابتدا کلاهش را که با نشان طلایه یکی از بنگاه های مانی مزین بود برداشت و دایر وار دور اتاق گردانید و روی نیم تخت انداخت. بعد دست ها را در جیب شلوارش کرد، پشت لباس متحدل شکل عقب رفت و به حالت تهدید کننده به طرف گرگوار آمد. شاید خودش نمیدانست که چه میخواهد بکند. به هر حال پاهایش را خیلی بالا می گرفت و گرگوار از هیکن نخراشیدی تخت کفشهایش به حیرت افتاد. از ماندن سر جایش احتراز کرد. چون از روز اول تغییر شکل پی برده بود که پدر معتقد است خشونت شدید یگانه طرز رفتار پسندیده نسبت به اوست لذا شروع به پس رفتن کرد و هر وقت که پدرش مکس میکرد او هم می استاد و فوراً به کوچکترین حرکت مخاسم راه می افتاد. به این روش بدون نتیجه چندین بار دور اتاق گردش کردند. عملیات جنبه تقیب و گلیزم هم نداشت. زیرا آهنگ حرکات بسیار دقیق بود. از این قرار گرگوار موقتا روی زمین ماند. به خصوص می ترسید که هرگاه پدرش او را ببیند که از دیوار یا سقف بالا می رود، این حرکت را به منظره شرارت زیرکانه ای تلقی بکند. و با بایستی به زودی اقرار نماید که به این بعض مدت زیادی نمی تواند مقاومت بکند. در مدتی که پدرش یک قدم بر می داشت، گرگوار همه مدت را باید صرف یک سلسله فعالیت های ورزشی می کرد. و بعد هم چون ریاهایش قوی نبود، به نفس افتاده بود. افتان و خیزان خودش را می کشید و برای یگان فرار فرجامین قوایش را جمع می کرد. به دشواری می که چشمش را باز بکند و آنقدر گیج شده بود که نجات خود را در دویدن می دانست. در صورتی که دیوارها در مقابلش بود. بله دیوارهای نهارخوری با اساسیهی که رویش به دقت کندکاری شده بود و ریشه و منگوله با آن آمیخته بود. ناگهان چیزی پهلوی او پرید. زمین خورد و قلتید و کمی دورتر ایستاد حرکت او بیهوده بود زیرا پدرش تصمیم داشت او را بمباران بکند ظرف میوه را از توی گنج خالی کرده بود و جیبهایش پر از گلوله بود حالا یکی بعد از دیگری و بیان که هنوز نشانه بگیرد پرت میکرد این گلوله های کوچک مثل گوی های برفی روی زمین میغلطیدند و به هم میخوردند یک سیب که به آرامی پرتاب شده بود روی پشت گرگوار قلتید بیان که صدمه برساند ولی سی به بعدی تماما در پشتش فرو رفت خواست دورتر برود تا شاید به وسیله این حرکت از درد شدیدی که به او آرس شده بود بکاهد ولی حس کرد که سر جایش میخکوب شده و خمیازه ای کشید بیان که بداند چه میکند در آخرین نگاهی که انداخت دید در اتاقش ناگهان باز شد خواهرش فریاد میزد و مادر به تعجیل دنبال او میآمد دختر جوان بدون سینه بند بود زیرا لباسش را کنده بود برای اینکه در موقع بیهوشی تنفس مصنوعی به مادر بدهد مادرش حالا هم که به طرف پدر میدوید دامن لباسش به زمین کشیده میشد و خورده خورده توی پاهایش میپیچید به طرف شوهرش پرش کرد او را در آغوش کشید و به خودش چسبانید دستهایش را به شکل صلیب روی گردن شوهر گذاشت و از او خواهش میکرد که به جان بچهشان سوء قصدی نکند گرگوار دیگر چیزی نمید. سیمی را که هیچ کس جرأت نکرد از پشت گرگوار در بیاورد در گوشت تنش به منزله یادبود محسوسی از آن پیش آمد باقی ماند و زخم خطرناکی که بیش از یک ماه می گذشت که گرگوار برداشته بود به نظر می آمد که بالاخره به پدر فهماند که پسرش با وجود شکل غمناک و تنفرآمیزش یکی از اعضای خانواده بوده و نمی بایستی با او مانند یک دشمن معامله بکند برعکس وظیفه چنین تقاضا میکرد که جلوی تنفر خود را بگیرد و گرگوار را متحمل بشود. فقط او را تحمل بکند. زخمی که برداشته بود به طور حتمی و علاج از چالاکی او کاست. فقط برای پیمودن اتاقش مثل یک نفر معیوب زمان طویلی را لازم داشت. اما راجب گردش های روی دیوار می که فاتحه اش را بخانه. ولی از طرف دیگر به عقیده او این وخامت حالش جبران میشد. به این معنی که حالا هر شب در اتاق نهارخوری را باز میگذاشتند. انتظار این پیش آمد را دو ساعت می کشید و در سایه اتاقش کز می کرد. به طوری که برای کسانی که مشغول صرف غذا بودند نامرئی بود. اما او می توانست همه خانواده را که جلوی روشنایی لامپ جمع شده بودند ببیند و با اجازه همه حق داشت گفتگوی آنها را بشنود و این خیلی بهتر از سابق بود. به طور یقین حالا موضوع صحبت به گرمی قدیم نبود. صحبت که وقتی میخواست در تخت خواب نمناکی یکی از اتاقهای کوچک مهمانخانه بلغزد با تأسف به یاد آنها میافتاد. اغلب حتی بعد از غذا هم چیزی نمیگفتند. پدر به زودی روی صندلی راحتی چرت میزد. مادر و دختر در خاموشی به هم نصیحت میکردند. مادر زیر روشنایی خمیده بود و پارچه های کتانی برای مغازه لباس زیر فروشی می دو. و خواهر که به عنوان فروشنده در محلی استخدام شده بود تند نویسی و یا فرانسه مطالعه می کرد. با امید اینکه بعدها وضع خود را بهتر کند گاهی پدر از خواب میپرید و مثل اینکه نمیدانست خواب بوده به مادر میگفت امروز چقدر چیز میدوزی بعد به خواب میرفت در حالی که مادر و خواهر لبخند خسته با هم رد و بدن میکردند پدر با لجاجت بلحوثانه از کندن لباس رسمی خود پرهیز میکرد. لباده خانگی و مانند چیز بیمصرف به رختاویز بود. حتی در داخل منزل با لباس متحدل شکل چرت میزد مثل اینکه میخواست برای اجرای فرمان موافق همیشه آماده باشد و حتی در خانه به نظر میآمد که گوش به زنگ فرمان رئیس است از این قرار لباس رسمی که حتی وقتی به او دادند هم نونه نبود با وجود دقت این دو زن در پاکیزگی هر روز از جلایش کاسته میشد و گرگوار اغلب شبهایش را به تماشای این لباس که پر از لک بود و دگمه های اش همیشه می درخشید و زیر آن مرد مسن در سکوت و ناراحتی می خوابید می گذارانید. ساعت دیواری که زنگ ده را میزد مادر سعی میکرد که با صدای خفهی پدر را بیدار کند و او را اجبارا به رخت خواب ببرد و می گفت که خواب در حالت نشسته سرجم خواب نیست و برای اینکه سر ساعت شش پی خدمت برود باید به طور معمول استراحت بنماید ولی از زمانی که دستورهای اکید از طرف بانک به او میدادند سرسختی نشان میداد و لجاجت میکرد که سر میز بماند هرچند مرتب به خواب میرفت و خیلی دشوار بود که صندلی راحتی را مبدل به تخت خواب بکنند مادر و خواهر بیهوده او را وادار می کردند و اندرس های پیاپی می دادند. ولی او روب هایی را در آنجا میگذرانید و سرش را آهسته تکان میداد. چشمهایش بسته بود و نمیخواست بلند بشود. مادر آستین او را میکشید و در گوشش چیزهای خوشایند میگفت. خواهر تکالیف خود را کنار میگذاشت برای اینکه به او کمک بکند. ولی همه این کارها بینتیجه بود. فقط در صندلی راحتی قدری بیشتر فرو میرفت و بایستی زنها زیر بازویش را بگیرند تا موجه هایش باز بشود. آن وقت آنها را یکی یکی نگاه میکرد، و معمولا می گفت این هم زندگی است. مثلا این آسایش سر پیری من است. بعد تکیه به دوزن می کرد و به زحمت بلند می شد. مثل اینکه برای خودش هم بار سنگینی بود و تا دم در زن و دخترش او را می بردن. بعد با آنها اشاره میکرد که بروند و باقی راه را به تنهایی میپیمود در صورتی که مادر و خواهر پاچه یکی قلم و دیگری سوزنش را زمین میگذاشت و دنبال او میدویدند که باز هم کمکش بکنند در این خانواده که اعضای آن از کار و خستگی درمانده بودند به جز در موارد ضروری کی فرصت داشت که به فکر گرگوار باشد بوجه منزل را کم کم تقلیل دادند و بالاخره کلفت را جواب کردند یک زن تنومند سرپایی با استخوانبندی درشت و موهای سفیدی که دور سرش موج میزد از این به بعد جانشین شد که صبح و عصر کارهای سنگین را بکند حالا باقی کارها را مادر با وجود وصل زدن به جورابهایی که تمامی نداشت به عهده گرفته بود ناچار شدن جواهرهای خانواده را که سابقا در مجالس پذیرایی و جشنها باعث سرفرازی مادر خواهر بود بفروشند گرگوار در یکی از شب های خود شنید که راجع به ارزش آن مباحثه می کردن. ولی موضوع عمده و به خصوص شکایت از کرایه این آپارتمان بود که برای کیسه خانه گران تمام می شد و اشکال سر گرگوار بود نمیدانستند چطور باید حملش کرد زیرا نمی توانستند او را ترک بگویند هی هات گرگوار به خوبی می فهمید که ملاحظه او مانع اساسی تغییر منزل نبود زیرا به خوبی می او را در صندوق چوبی که هواخور داشته باشد بگذارند و حملش بکنند. نه، فکر اینکه بدبختی بی سابقه ای در تاریخ خانوادگی و محیط با آنها روی آورده بود، مانع اساسی ناامیدی خانوادهش بود. و از جمله بلایی که روزگار ممکن است به درماندگان تحمیل بکند، حالا هیچ یک را درباره آنها فروگذار نکرده بود. پدر مأمور حمل نهار کارمندان جزء بانک بود. مادر خودش را میکشت که لباس زیر خارجی ها را بشوید. خواهر پشت پیش بساتی سفارش مشتری ها را انجام میداد. بیش از این نمیشد متوقع بود زیرا توانایی آنها اجازه نمیداد. گرگوار بیچاره حس کرد که زخمش سر باز کرده. هر شب مادر و خواهرش بعد از آنکه پدر را میخوابانیدند کار خود را ول می کردند و سندلی هایشان را به هم نزدیک برده تقریبا پهلوی هم می نشستند و مادر در حالی که اتاق گرگوار را نشان می داد می گفت گره در را ببند گرگوار در سایه واقع شده بود در صورتی که در آن طرف عشقهای دو زن به هم آمیخته میشد و یا بدتر با چشم خشک خیره خیره به میز نگاه می کردند گرگوار شبها و روزها خوابش نمی بود. گهگاه به فکر میافتاد که مثل سابق به محض اینکه در باز بشود کارهای خانواده را به عهده بگیرد بعد از مدتها فراموشی یک روز رئیس معاون مأمور تجارتخانه مباشرین جز، خدمتگزاران را با افکار محدودشان و دو تا رفیق که در تجارتخانه های دیگر کار میکردند همه را به خاطر آورد یک کلفت مهمانخانه شهرهای اطراف را که یاد بود گذرنده و پرخرجی برایش گذاشته بود و یک زن صندوقدار کلاه فروشی را که جدا ولی خیلی با تعنی او را تعقیب می کرد به یاد آورد. آدمها از برابرش در میان ابر میگذاشتند و به طور مبهمی قیافه های خارجی ها و صورت هایی که فراموش کرده بود با آن همه مخلوط می شد ولی هیچ کدام از آنها نمی توانستند نه به او و نه به خانوادهش کمک بکنند. آنها به درد نمیخوردند و خوشت وقت بود که از بین رفته بودند. این منظره میل آن را که در کار خیشانش علاقه به خرج بدهد سلب کرد. برعکس فکر شورش در او تولید شد. زیرا به زخمش رسیدگی نمی کردند. و هر چند چیزی که به تواند اشتهای او را تهیج بنماید نمیشد تصور کرد. او مایل بود به محل اغذیه سرکشی کند و خوراکی هایی را که طبیعتا باب دندانش بود گرچه اشتها نداشت از نظر بگذراند حالا خواهرش دقت نمی کرد که چه چیز به دهنش مزه می کند. روزی دو بار صبح و بعد از ظهر پیش از اینکه به مغازه برود مثل باد وارد می شد و با پاهایش یک تکه از هر چه به دست می آورد از لای در در جلوی او می رسانید و شب بیان که اعتنایی بکند که آیا این خوراک تصدق سری را صرف کرده یا نه پس مانده را با تو که جارو بر می داشت. حالا پاک کردن اتاق هم که اصرا را شد به طرز سرسرکی انجام می گرفت. قشرهای کسافت روی دیوار ممتد می شد. توده های کوچک خاک و آشغال در هر گوشه جمع شده بود. ابتدا موقع ورود خواهرش گرگوار در کسیفترین جاها توقف می کرد تا به این وسیله به او سرزنش بدهد. اما ممکن بود هفته ها آنجا بماند بی آنکه در رفتار گره تغییری حاصل بشود. او نیز مانند گرگوار کسافت را میدید اما تصمیم قطعی داشت که آنها را سر جایش بگذارد این موضوع مانع نمیشد که خواهر با سرسختی بیشتری مراقب تمیز کردن اتاق برادرش که انحصار خود میدانست نباشد و دلنازکی او در این مورد به صورت یک ناخوشی مصری آمده بود زیرا یک روز که مادر دست به شستشوی اتاق زد و چندین سطل آب به مصرف رسانید و در نتیجه باعث شرمندگی سخت گرگوار گردید که روی نیم تخت خود بی حرکت و تلخ کام خشکش زده بود ولی که انتقامش به زودی گرفته شد زیرا خواهر همین که عصر به خانه برگشت و متوجه این ابتکار شد سخت رنجید فوراً به اتاق نهارخوری دوید و گریوزاری سرداد مادر هم التماس می کرد و دست خود را به طرف آسمان بلند می نمود. پدر که نشسته بود از جایش جست. پدر و مادر با تعجب آجزانه شاهد این ماتم شدند. و بعد بر اثر دست پاچگی پدر از یک طرف بر سر مادر نره کشید که چرا تمیز کردن اتاق را بر دختر نگذاشته بود و از طرف دیگر به دختر قدغن کرد که دیگر اتاق را پاک نکند مادر سعی کرد پدر خشمناک را به اتاق خواب راهنمایی بکند و دختر که حقق می کرد با دست های کوچکش مشغول مرتب کردن سفره بود و گرگوار از شدت آقا تلخی سوت میکشید و میدید کسی به فکر بستن در نیست تا این منظره و جنجال را از او بپوشاند. برای خواهر بسیار دشوار بود که پس از خستگی کار مغازه مثل سابق به دقت به گرگوار رسیدگی بنماید. آیا می توانستند طوری ترتیب بدهند که درباره او کوتاهی نشود و ضمناً احتیاجی به مادر هم نداشته باشند؟ یک خدمتکار سرپایی که بیوه پیری بود و استخوان بندی درشتی داشت در اختیار آنان بود. او در طی زندگی طویلش از بلایای سختی نجات یافته بود و نمیشد گفت که حقیقتا از گرگوار متنفر است. هرچند کنجکاو نبود، یک مرتبه اتفاق افتاد که در را باز کرد و سر جایش خشک شد. دستها را روی شکمش گذاشت و از منظره جانوری که به هر سو میخرامید کاملا تعجب کرد که چطور هیچ کس به فکرش نرسیده آن را بیرون بیاندازد. از این روز به بعد صبح و عصر پیرزن فراموش نمیکرد که از لایه در نگاهی به او بکند. ابتدا برای اینکه گرگوار را از پناگاه خود بیرون بیاورد دوستانه می گفت خرچوس جون بیا اینجا در مقابل چنین اظهار ملاتفتی گرگوار خاموش بود و سر جایش بی حرکت می ماند. انگار که کسی به سراغ او نیامده است. گرگوار معتقد بود عوض اینکه بگذارند این زن جیرهخوار تفریح کند و مخل آسایشش بشود بهتر بود به او دستور میدادند تا هر روز اتاقش را بروبد. یک روز صبح که باران پیشقدم بهار به شدت به شیشه پنجره میخورد گرگوار به حدی از شیرین زبانی های زن پیر خشمناک شد که به طرف او چرخید آن هم با وضع سنگین و مشکوک مثل اینکه میخواست به او حمله بکند ولی که آن زن از گرگوار نترسید فقط صندلی که نزدیک در بود برداشت و در هوا بلند کرد و به طوری دهنش را باز کرده بود مثل اینکه به طور واضح قصد داشت تا ضربتی به پشت گرگوار وارد نیاورد دهنش را دوباره نبندد همین که گرگوار به وضع سابق خود برگشت زن پیر گفت بیا ترسیدی؟ بعد صندلی را به آرامی در کناری گذاشت. اکنون گرگوار تقریبا هیچ نمیخورد. وقتی که به طور اتفاقی از جلوی غذای تصدق سری میگذشت برای تفریح یک تکه از آن را ساعتها در دهن میگرفت و معمولا آن را توف میکرد. ابتدا بی اشتهای خود را به حالت حزناور به اتاق نسبت میداد. بیشک او اشتباه میکرد. زیرا مدتی بود که با منظره جدید کلبش خو گرفته بود. عادت کرده بودند که به هر چیز احتیاج نداشتند آن را توی اتاق او می چپانیدند و حالا که یکی از اتاقهای آپارتمان را به سه نفر آقا اجاره داده بودند چیزهایی که در اتاقش انداخته بودند خیلی زیاد شده بود. مهمانان آدمهای ابوسی بودند. آنطور که گرگوار آنها را از لای درز در دیده بود ریش داشتند آنها نه فقط در اتاق شخصی خودشان بلکه چون اینجا را به عنوان خانه انتخاب کرده بودند در تمام خانه و به خصوص آشپزخانه طرفدار نظم دقیقی بودند تقریبا مایحتاج خود را همراه آورده بودند این پیشبینی وجود بسیاری از اشیا را که نمیشد فروخت و نه دور انداخت بی مصرف کرده بود و همه آنها راه اتاق گرگوار را پیش می گرفتند. دنبال این اشیا به زودی جعبه خاکروبه و زیر سیگاری هم آمد. آنچه موقتا بی مصرف بود را زن سرپایی که همیشه شتاب زده بود در اتاق گرگوار بیچاره میانداخت. انداخت. گرگوار فقط می دید که دستی دراز می شد و ظرفی که طرف احتیاج نبود از در تو می کرد و اینطور هم بهتر بود. شاید مقصود پیرزن این بود که اشیای وازده را سر فرصت وقتی که مجال داشت بیاید و جستجو بکند و یا یک جا همه را دور بریزد. اما در حقیقت همان جایی که روز اول در اتاق به زمین گذاشته بود می ماندن. گرگوار ناگزیر بود بین چیزهای هم و برهم گردش کند تا جایی برای خود پیدا بنماید. و با وجود تأثیر و خستگی شدیدی که از این گشت و گذارها حاصل می شد و ساعتهای دراز او را بیهس می کرد به این کار رقبت روزافزونی می نمود. چون اجاره نشین ها گاهی در خانه و در اتاق مشترک صرف غذا می بعضی شبها در اتاق گرگوار بسته بود او هم وقتی به این موضوع نمی گذاشت. در این نواخر چندین بار برایش اتفاق افتاده بود که از بازگذاشتن در استفاده نکند و در تاریک ترین کنج اتاقش بخوابد بی آنکه خانوادهش منتفت بشود اما یک روز زن سرپا فراموش کرد که کاملا در اتاق نارخوری را ببندد و تا هنگامی که اجاره نشین ها آمدند و چراغ گاز را روشن کردند نیمه باز ماند آنها سر میز رفتند و در جاهایی که سابق پدر و مادر و گرگوار می نشستند قرار گرفتند. اسمان صفره خود را باز کردند و کارد و چنگان را به دست گرفتند. فورا مادر با یک ظرف گوش در چهارچوبه در ظاهر شد. خواهر پشت در یک بشقاب دیگر پر از سیب زمینی آورد. از غذاها بخار قنیزی متساعد می شد. وقتی که غذا را جلوی آنها گذاشتند، اجاره ها روی غذا خم شدند برای اینکه قبلا امتحان کرده باشند. و کسی که در میان آنها نشسته بود و به نظر می آمد مقام رسمی داشت، یک تکه گوشت را در ظرف برید. ظاهرا برای این بود که بداند مغز پخت شده و یا باید به با آشپزخانه پس بفرستند اظهار رضا کرد و دو زن که با استراب متوجه عملیات او بودند لبخند خوشحالی زدند خانواده در آشپزخانه قصا میخورد معهازا پدر قبل از اینکه به آنجا برود آمد به اتاق ناهارخوری سرکشی بکند کلاه را به دست گرفت یک بار به همه مهمانان کرنش کرد و میز را دور زد اجاره ها بلند شدند و با هم از سوی ریششان چیزی زمزمه کردند و به محض اینکه تنها ماندند بدون کلمه حرف مشغول خوردن شدند. گرگوار تعجب کرد که بین تمام صداهای روی میز جرق و جرق آرواره آنها که کار میکرد قطع نمی شد. مانند این که می به او ثابت کنند که برای خوردن دندانهای حقیقی لازم است و شاخک حشرات هرچند که خوب و قوی هم باشد از عهده این کار بر نمی آید. گرگوار به حال غمناک فکر کرد من گرسنه ام اما اشتها برای خوردن این جور چیزها ندارم. چقدر این آقایان چیز می خورند. در این مدت من فقط باید بمیرم. یادش نمی آمد که بعد از آمدن اجاره نشین ها خواهرش ساز باشد. ولی در این شب صدای ویولون از توی آشپزخانه درآمد. سه نفر آقا شامشان را صرف کرده بودند. شخصی که میان نشسته بود روزنامه در آورده و هر یک صفحاتش را به دو نفر دیگر داده بود. حالا هر سه آنها در حالی که روزنامه میخوادند و سیگار میکشیدند روی صندلی یله داده بودند. گوش آنها به صدای ویولون تیز شد. برخواستند و توکپا نزدیک در دالان جمع شدند و پهلوی هم ایستادند. با وجود همه احتیاطی که کردند در آشپزخانه صدای آنها شنیده شد. زیرا پدر بلند گفت اگر ویولون مزاحم آقایان است دیگر نمیزنند آقای وسطی جواب داد برعکس اگر خانم کوچیک مایل باشند که بیایند در اتاق ناهارخوری پیش ما راحتتر خواهند بود چون وسایل آسایش مهیاتر است پدر مثل اینکه خودش نوازنده بود گفت البته که اینطور است آقایان وارد اتاق شدند و انتظار کشیدند پدر با سپایه آمد و مادر با نوت موسیقی و خواهر هم با ویولو خواهر به آرامی قطعات موسیقی را آماده کرد. پدر و مادر که برای اولین مرتبه اتاقشان را اجاره داده بودند، در تواضع و تکریم نسبت به مهمانان زیاده روی می کردند. روی سندلی های خود نمی نشستند از ترس اینکه که مبادا مهمانان برنجند. پدر به در تکیه کرد و یک دستش را بین دگمه های لباس رسمیش گذاشت. یکی از آقایان به مادر تعارف کرد ولی او جرأت نکرد جایش را عوض بکند و در تمام مدت جلسه در گوشه جداگانه نشست. دختر شروع به نواختن کرد در حالی که پدر و مادر از دو طرف مختلف به حرکات دستش نگاه می کرد. گرگوار که به آهنگ موسیقی جلب شده بود جرأت کرد. کمی جلا آمد و حالا تمام سرش توی اتاق بود. تعجبی نداشت که در این اواخر ترس دائمی مزاحم شدن را که سابق با آن می بالید فراموش کرده باشد و بعد هم هیچ علتی نداشت که آنقدر خودش را پنهان بکند زیرا به سبب کسافتی که در اتاقش گسترده بود و به کمترین حرکت به هوا بلند میشد همیشه گردآلود بود و تکه نخ و مو و پسمانده خوراکی روی پشت و پاهایش چسبیده بود و او آنها را با خودش به همه جا میکشانید. سستی او به قدر زیاد شده بود که به فکر نمیافتاد مثل سابق چندین بار در روز خودش را رو در روی قالی بمالد و پاک کند و کسافت مانع نشد که باز بدون رو در روی زمین پاک جلو برود. باید گفت که هیچ کس متوجه او نشده بود و پدر و مادر غرق در آهنگ ویولن بودند. و اجاره نشین ها که ابتدا دست ها در جیب و خیلی نزدیک به پایه این نوت ویولون نشسته بودند، چیزی که باعث زحمت خواهرش میشد و مجبور بود که در میان نوت تصویر آنها را که در حال رقصیدن بودند ببیند. به زودی خودشان را به طرف پنجره کشیدند و با سر خمیده و راجی می کردند و نگاه پریشان پدر آنها را به دقت می پایید. آشکارا دیده می شد که امید آنها از شنیدن یک قطعه ویولون و یا اقلا ملودی مفرح کوچکی منجر به یعص شده بود و همه اینها ایشان را خسته می کرد. و فقط از لحاظ احترام به آداب و رسوم متحمل این درد سر شده بودند. از اینکه دود سیگارشان را به شدت با دماغ و دهن به طرف سقف میفرستادند بیتابی آنها دیده میشد معهازا خواهر چقدر خوب میزد چهرهاش را خم کرده بود و به نوت موسیقی با نگاه عمیق و غمانگیزی مینگریست گرگوار برای اینکه این نگاه را ببیند باز هم کمی جلو آمد و سرش را به طرف زمین خم کرد آیا او جانوری نبود؟ این موسیقی او را بیاندازه متأثر کرد. حس می کرد که راه تازه جلوش باز شده و او را به سوی خوراک ناشناسی که به شدت آرزویش را داشت راهنمایی نمایی می نمود. تصمیم داشت راهی به سوی خواهرش باز کند. دامن لباسش را بکشد و به او بفهماند که باید پیش او بیاید. زیرا هیچ کس اینجا نمی توانست پاداشی که در خور موسیقی او بود به او بدهد دیگر او را نمی گذاشت که از اتاقش بیرون برود یعنی تا مدتی که زنده بود اقلا هیکل مهیب او برای اولین بار به دردی میخورد در آن وقت در عین حال جلوی همه درها کشیک میداد و با نفس درگش مهاجمین را میتارانید موضوع این است که نمیخواست خواهرش را وادار کند که پهلوی او باشد فقط اگر دلش میخواست پیش او میماند گرگوار هم پهلویش روی تخمینش است و به سازش گوش میداد آن وقت به طور محرمانه به او حالی میکرد که تصمیم قطعی داشته او را به هنرستان موسیقی بفرستند و بیان که از اعتراض دیگران واهمه داشته باشد این مطالب را جلوی همه اقرار میکرد موعدش دیرتر از عید نوئل گذشته نبود آیا نوئل گذشته بود کاش بدبختی به این زودی روی نمیداد خواهر از این توضیح متأثر میشد حتما به گریه میافتاد و گرگوار از روی شانهاش بالا میرفت و روی گردنش را میبوسید این کار آسان بود زیرا خواهر نه یخه داشت و نه روبا از وقتی که به مغازه می رفت همیشه لباس باز می پوشید آقایی که در میان نشسته بود با انگشت سبابه گرگوار را که آهسته آه می آمد نشان داد و فریاد زد آقای سامسا ویولون ناگهان خفه شد آقای وسطی با لبخندی سرش را تکان داد و به طرف رفقایش برگشت و نگاه ها را متوجه پسر نمود پدر لازمتر دانست ابتدا کرای را خاطر جمع بکند تا پسرش را از اتاق براند. گرچه آقایان از منظره گرگوار مسترب نشدند و نیز به نظر آمد که گرگوار از ویولون بیشتر باعث تفریح آنها را فراهم آورده است. پدر بازوها را به شکل صلیب به هم پیوست و به طرف آن سه دوید و سعی کرد که آنها را به اتاق خودشان برگرداند و با تنش جلوی منظره گرگوار را گرفت. آنها جدا خشمناک شدند اما معلوم نبود به علت حرکت پدر بود و یا به جهت همسایه‌ای که بدون اطلاع قبلی به آنها تحمیل کرده بودند و حالا ناگهان از وجودش آگاه شدند آنها هم بازوهای خود را بلند کردند و توضیحاتی خواستند به حالت عصبانی چندین بار ریش خود را کشیدند و به طرف در اتاقشان عقب رفتند در این بین تشویش خواهر از قطع نابهنگام موسیقیش برطرف شد با ویولون و آرشه که به دستش آویزان بود لحظه ای کاملا بی تکلیف ماند به نوت موسیقی می نگریست مثل اینکه هنوز مشغول نواختن است ناگهان به خود آمد آلت موسیقی را در بغل مادرش گذاشت که در روی صندلی خودش به حالت تنگ نفس مانده بود و به اتاق مجاور پرید که اجاره نشین ها با سرعت بیش از پیش در تحت فشار آقای سامسا به آن نزدیک می شدند. زیر دست های کارکشته گرت بالش ها و لحاف ها به هوا می و سپس با نظم خوبی روی تخت می افتاد. سه نفر آقا هنوز به اتاقشان کاملا نرسیده بودند که رختخواب آنها حاضر شده بود و گرت از نزد آنها خارج می شد. اما بدخلقی عجیبی گریبانگیر پدر شد که ظاهرا احترامی را که در خور اجار نشین ها بود فراموش کرده بود. آنها را زور می داد و تا در اتاقشان عقب می زد. آنجا آقایی که در وسط بود ناگهان او را نگه داشت پاهایش را با صدای برقاسهایی به زمین کوبید و دستش را بلند کرد و زنها را با نگاه جستجو نمود و گفت به سبب وضع متعفنی که در این خانه حک فرماست و باعث رسوایی این چهار دیوار می شود به اینجا که رسید تصمیم ناگهانی گرفت و به زمین توف کرد من مرخصی فوری خودم را به شما ابلاغ می کنم طبیعتا برای مدتی که پیش شما بودم یک شاهی نخواهم پرداخت و شاید جبران خسارت هم تقاضا بکنم باور کنید که این مطلبی است که دربارهاش تصمیم خواهم گرفت بعد ساکت شد و در فضای توهی نگاه کرد مثل اینکه منتظر چیزی بود در حقیقت دو رفیقش نیز شروع به صحبت کردند ما هم به شما مرخصی فوری خود را ابلاغ کنیم. آقایی که آن میان بود بیدرنگ دستک در را گرفت و بیرون رفت و در را به هم زد پدر افتان و خیزان به طرف صندلی راحتی رفت و مثل توده ای سنگین در آن افتاد به نظر می آمد که برای چرت شبانه دراز کشیده ولی به طرزی که سرش را با حرکات بلند مثل فنری که شکسته باشد تکان میداد به خوبی دیده میشد که به چیز دیگری ورای خواب فکر میکند گرگوار تمام این مدت را بی حرکت در محلی که اجاره نشینان اون را دیده بودند مانده بود. از نامیدی که در اثر به هم خوردن نقشش به او آرس شده بود و شاید نیز به علت روزه های طویلی که گرفته بود خود را کاملا مفلوج حس می کرد. می ترسید که بالاخره تمام خانه روی سر او خراب شود و درست وقوع این بلیه را در دقیقه آینده تصور می و چشم به راه آن بود. همچنین ویولون هم که تا هم وقت روی زانوی مادرش بود و با صدای جانگودازی از بین انگشت های لرزان زمین خورد در او تولید وحشت نکرد خواهر به عنوان تمهید مقدمه دستش را رو روی میز کوبید و اظهار داشت پدر و مادر عزیزم این وضع نمی ادامه پیدا کند اگر شما ملتفت نمی من آن را حس می کنم نمیخواهم نام برادرم را به موجود عجیبی که اینجاست نسبت بدهم پس صاف و پوسکنده میگویم باید به وسیله این را از سرمان باز بکنیم ما آنچه از لحاظ بشردوسی از دستمان برمیآمد برای پرستاری او تحمل کرده ایم تصور میکنم که هیچکس نخواهد توانست کوچکترین ملامتی به ما بکند پدر گفت کاملا حق دارد ولی مادر که نفسش بالا نمی سرفه خفیفی در دستش کرد و چشمهایش خیره شد خواهر به طرف او رفت برای اینکه پیشانیش را نگه دارد پدر که اظهارات گرد نقشه او را تایید کرده بود روی صندلی راحتی قد برافراشت و بین بشخابها که بعد از شام اجاره نشینان هنوز جمع نشده بود با کلاه رسمی خود روی میز بازی می کرد و فاصله به فاصله نگاهش را بی حرکت به گرگوار می دوخت. خواهر تکرار کرد باید او را از سر خودمان باز بکنیم به پدرش خطاب می کرد چون مادر که از زور صرفه تکان می خورد چیزی نمی شدید بالاخره شما را به زودی در گور خواهد کرد از طرف دیگر ما که تمام روز مشغولیم در موقع ورود به خانه نمی توانیم این عذاب دائمی را داشته باشیم برای من که طاقت فرساست و گریه پرزوری به او دست داد به قدری گریه شدید بود که عشقایش روی صورتش می و او خود به خود آنها را پاک می کرد. پدر با لحن ترحم آمیزی جواب داد اما دختر کوچکم چه باید کرد؟ پدر به طرز شگفت آور این مطالب دختر را به خوبی درک می کرد. خواهر برای اینکه تردید خود را نشان بدهد که در هنگام گریه این تردید جانشین اطمینانی شده بود که قبلا از خود بروز داده بود به بالا انداختن شانه اکتفا کرد. پدر به طور نیمه سوال گفت شاید او حرفهای ما را میفهمد. ولی خواهر بیان که گریهش قطع بشود حرکت شدیدی با دستش کرد برای اینکه نشان بدهد که به طور قطع باید این فرضیه را کنار گذاشت پدر تکرار کرد کاشو میفهمید و در موقع حرف زدن چشمش را بست انگاری که میخواست نشان بدهد راجب بطلان چنین فرزی با دخترش هم عقیده است اگر درک میکرد شاید وسیله بود که با او کنار بیاییم ولی با این شرایط خواهر زد پدر جان یگانه راه همین است که به درک برود باید از فکرت بیرون کنی که این گرگوار است مدت طویلی است که ما این تصور را کردیم و همین منشأ همه بدبختی های ماست چطور میتواند این گرگوار باشد؟ اگر او بود مدت ها قبل به محال بودن هممنزلی آدم ها با چنین حشره کریهی پی برده بود و خودش رفته بود بدون تردید ما برادر نخواهیم داشت اما باز هم ممکن است زندگی کنیم و ما به یاد بوده او احترام میگذاریم عوض اینکه همیشه این جانور را داشته باشیم که دنبالمان می کند و اجاره نشین هایمان را بیرون میکند شاید میخواهد تمام آپارتمان را قصد کند و ما توی کوچه بخوابیم ناگهان فریادی پدر پدرجان ببین تماشا کن باز هم شروع کرد از شدت وحشتی که گرگوار به علتش پینه میبرد، ناگهان مادرش را یک دفعه ول کرد به طوری که صندلی لرزید چنین به نظر می آید که حتی فدا کردن مادرش را ترجیح میداد تا نزدیک گرگوار باشد به پدرش پناه برد و رفتارش باعث وحشت او نیز گردید پدر بلند شد و دستهایش را باز کرد مثل اینکه از او حمایت می کند اما گرگوار به چیزی فکر نمی کرد چه برسد که بخواهد کسی را بترساند آن هم خواهرش را فقط به مقصد برگشتن شروع به حرکت کرده بود برای اینکه به اتاقش برود باید اقرار کرد که تأثیر زننده ای می نمود زیرا به علت ناتوانی سر پیچهای دشوار مجبور بود که از سرش نیز کمک بگیرد و دیده میشد که چندین بار سرش را بلند می کرد و شاخکهایش را به زمین می کفت بالاخره برای اینکه خانواده را ببیند ایستاد به نظر می آمد که ظاهرا به حسن نیت او پی بردند همه با تأثیر ساکتی به او نگاه می کرد. مادر در صندلی راحتی پاها را دراز کرده و چشمهایش از خستگی تقریبا به هم رفته بود. پدر و خواهر پهلوی یکدیگر نشسته بودند و خواهر دست به گردن پدر انداخته بود. گرگوار فکر کرد حالا بیشک مانع نمی شوند که برگردم و مشغول کار شد. نمی توانست از خستگی جلوی نفس زدن خودش را بگیرد و ناگزیر بود که فاصله به فاصله خستگی در بکنند و علاوه کسی باعث نمی شد که عجله بکند زیرا برایش آزادی کامل قائل شده بودند وقتی که پیچ خورد فورا شروع به حرکت عقب نشینی کرد و مستقیما به جلو رفت از مسافتی که او را از اتاقش جدا می کرد تعجب کرد و نمی توانست بفهمد با وضعی که داشت لحظه پیش بیان که ملتفت شده باشد چگونه چنین مسافتی را پیموده است خانوادهش به وسیله هیچ گونه فریاد و یا اظهار تعجبی مزاحم او نگردید ولی او حتی متوجه این هم نشد زیرا تمام حواسش گرم این بود که هر چه زودتر کار خود را انجام بدهد وقتی که به در اتاقش رسید به فکر افتاد که سرش را برگرداند آن هم نه کاملا به علت اینکه گردنش خوش شده بود به این منظور که ببیند آیا چیزی پشت سر او تغییری نکرده است فقط خواهرش بلند شده بود آخرین نگاهش به مادر افتاد که به طور مسلم خوابیده بود به محض اینکه وارد اتاق شد در بسته شد و کلی دو بار دور خودش گردید صدای آن به قدری شدید و ناگهانی بود که پاهایش را تا کرد خواهرش بود که آنقدر عجله داشت زیرا به اولین لحظه بلند شده بود تا آماده باشد و درست به موقع به قدری چابک به طرف در پریده بود که صدای پایش را هم نشنید هنگامی که کلید را در قفل میچرخانید به پدر و مادرش گفت آه بالاخره گرگوار در تاریکی دور خودش نگاه کرد و پرسید خب حالا به زودی پی برد که نمیتواند به تعجبی نکرد زیرا بیشتر تعجب داشت که تاکنون روی پاهای به این نازکی توانسته بود حرکت بکند و علاوه یک نوع آسایش نسبی به او دست داد دردهایی در بدنش حس می کرد. اما به نظرش آمد که این دردها فروکش کرده و بالاخره به کلی مرتفع خواهد شد. با شفقت حزنگیزی دوباره به فکر خانوادهش افتاد. می بایستی که رفته باشد. خودش هم می دانست. و اگر این کار ممکن می شد عقیده خودش در این موضوع ثابتتر از عقیده خواهرش بود. او در این حالت تفکر آرام ماند تا لحظه که ساعت برج زنگ سه صبح را زد جلوی پنجره منظره خارج را که شروع به روشن شدن کرده بود دید خواهی نخواهی سرش پایین افتاد و آخرین نفس با ناتوانی از بینی او خارج شد وقتی که صبح زود کلفت وارد شد هرچند اغلب به او گوشزد کرده بودند ولیکن درها را با خشونت و عجلهای که داشت چنان به شدت به هم میزد که بعد از ورود او عملا خوابیدن در این خانه غیر ممکن بود. ابتدا از بازدیدی که معمولا از گرگوار می کرد، چیز فوقلاده ای دستگیرش نشد. تصور کرد که مخصوصا بی حرکت مانده بود برای اینکه ادای آقای رنجیده خاطری را در بیاورد. زیرا او را شایسته برای هر گونه ریزکاری می دانست. اما چون اتفاقا جاروی بزرگی دستش بود از توی در سعی کرد که گرگوار را قلقلک بده. همین که شوخیش اثر نکرد خشمناک شد و چند بار با توک جارو او را هل داد در اثر این کار جسم او بدون مقاومت عقب رفت به کنجکاوی پیرزن افزود به زودی حقیقت را دانست و چشمهایش خیره باز ماند سود کشید اما در اتاق نماند به طرف اتاق خواب دوید و در را مثل طوفان باز کرد و این کلمات را در تاریکی به زبان آورد یک تماشا کنید یارو ترکیده اینجاست رو زمین خوابیده مثل یه موش مرده آقا لحاف را روی دوشش انداخت و خانم با پیراهن خواب به این ریخت وارد اتاق گرگوار شدند در این بین در اتاق نهارخوری باز شد و گرد که بعد از ورود اجاره نشین ها در این اتاق میخوابید بیرون آمد کاملا لباس پوشیده بود مثل اینکه نخوابیده و پریده یه رنگش گواه بیخوابی او بود خانم سامسا زن سرپا را به حالت پرستش نگاه می کرد و پرسید مرده؟ در صورتی که خودش می توانست امتحان بکند و حتی بدون امتحان مرده را مشاهده بنماید. زن سرپا در تایید بیان خود با سر جارو جسد گرگوار را عقب زد و گفت چه جورم که مرده؟ خانم سامسا حرکتی کرد مثل اینکه که می خواست جلوی جاروی او را بگیرد. اما حرکتش را به اتمام نرسانی. آقای سامسا گفت خب می توانیم شکر خدا را بکنیم علامت صلیب کشید و هر سه زن از او تقلید کردند گرت که چشمش را از مرده بر گفت ببینید چه لاغر است آخر خیلی وقت بود که هیچ چیز نمی خورد همانطور که به اتاقش می رفت بیرون می آمد در حقیقت جسد گرگوار از نار رفته و خشکیده بود حالا به خوبی دیده میشد که پاهایش قابلیت حمل جسه او را نداشتند و تماشای آن خوشایند نبود. خانم سامسا با لبخند اندوهناکی گفت گرت یه دقیقه بیا پیش ما. گرت چند بار سرش را برگردانی تا مرده را ببیند و دنبال پدر و مادرش به اتاق خواب آنها رفت. زن سرپا در را بست و دولت پنجره را باز کرد. با وجود اینکه صبح زود بود، هوای تازه گرمی مخصوصی همراه داشت. اواخر ماه مارس بود. سه نفر اجاره نشین از اتاقشان خارج شده بودند و با تعجب هر جایی چاشت خود را جستجو می کردند. به نظر می آمد که آنها فراموش شده بودند. آقایی که دیشب وسط آنهای دیگر بود زیر لب گرگر می کرد صبحانه ما کجاست؟ رفتند و دور جسد گرگوار وسط اتاق که خورشید در آن میتابید دستها را در جیب های نیمدار خود کردند و ایستادند در اتاق زن و شوهر نیز باز شد آقای سامسا با لباس رسمی در حالی که زنش را با یک بازو و دخترش را با بازوی دیگر گرفته بود ظاهر شد و گرت فاصله به فاصله صورت را به بازوی پدرش تکیه میداد آقای سامسا بیان که زنها را از بازویش رها کند در خروج را نشان داد و گفت فورا از منزل من بروید آقایی که در میان بود کمی یکی خورد و با لبخند ملایمی پرسید به چه مناسبت؟ آن دو نفر دیگر دستها را از پشت به هم متصل کردند و پی در پی کف دستهایشان را به هم میمانیدند مثل اینکه از انتظار کشمکشی که میدانستند به فتح آنها تمام میشد لذت میبردند آقای سامسا با هر دو زن به طرف اجاره نشین ها جلو رفت و جواب داد به همان مناسبتی که گفتم اجاره نشین وسطی ابتدا سر جایش ماند و چشمهایش را به زمین دوخت مثل اینکه میخواست راه تازه‌ای برای جمع کردن افکارش جستجو بکند و گفت خیلی خوب ما می رفیم. آقای سامسا چشمهایش را به طرف او درانید و فقط چند بار سرش را تکان داد اجاره نشین وسطی فورا خارج شد و به اتاق کفشکن رفت دو رفیقش که لحظه ای بود دستها را کنتر به هم می و به او گوش می دادند. در عقب نشینی از او پیروی کردند و تقریبا دنبال او خیز برداشتند مثل اینکه می آقای سامسا قبل از آنها برود و در روابط بین آنها و رئیسشان خلالی وارد بیاید به دالان که رسیدن کلاه خود را از گلمیخ برداشتند و از جای چتر اسای خود را خارج کردند و کرنشی نمودند و از آپارتمان خارج شدند. آقای سامسا از روی بدگمانی بسیار بیموردی فوراً با دوزنش در دالانچه رفت و روی نرده خم شد برای اینکه رفتن آقایان را که از پلکان بی انتها به طرز آرام و موقری پایین می رفتند، تماشا کنند. سر هر اشکوب در موقع پیچ خوردن ناپدید می شدند و چند ثانیه بعد دوباره ظاهر می گردیدند. به همان اندازه که از پله‌ها پایین میرفتند از علاقه خانواده سامسا نسبت به آنها کاست و زمانی که به شاگرد قصابی برخوردند که بیباکانه با زنبیلی که روی سرش بود از ها بالا می‌آمد و از او گذشتند آقای سامسا با زنهایش از نرده عقب رفتند و هر سه با حالت آسوده وارد اتاق شدند فورا تصمیم گرفتند که این روز را به استراحت و گردش بگذراند کاملا محتاج به این تفریح بودند جلوی میز نشستند تا سه کاغذ عذرخواهی بنویسند. آقای سامسا به رئیس بانک، خانم سامسا به صاحب کار خود و گرت به رئیس مغازه‌ای که در آن کار میکرد. زن خدمتکار در طی جلسه وارد شد تا اعلام کند که کارش تموم شده میرود. رود. سه نفر نام نویس اکتفا کردند که سرشان را تکان بدهند بیان که نگاه کنند. اما چون پیرزن نمی که برود، بالاخره قلم را کنار گذاشتند و نگاه خشمناکی به او کردند آقای سامسا پرسید خب زن سرپا با لبخند میان چارچوبهای در ایستاده بود مثل اینکه میخواست خبر خوش مهمی بدهد اما نمیخواست آن را بگوید مگر اینکه نازش را بکشد پر کوچک شترمرغ که تقریبا به طور عمودی کلاهش را زینت میکرد آهسته به هر طرف لنگر میداشت از زمانی که این زن در اینجا کار میکرد همیشه این پر توی ذوق آقای سامسا زده بود خانم سامسا که پیرزن همیشه بیش از دیگران برایش احترام قائل بود گفت خب چه شده است؟ پیرزن که خنده محبت آمیزی تکانش میداد گفت آه این چیزه نتوانست فورا توضیح بدهد هیچ لازم نیست که شما برای بردن این چیز پهلوی اتاقتان به خودتان زحمت بدهید کار درست شد خانم سامسا و گرت دوباره روی کاغذ خم شدند مثل اینکه به نوشتن ادامه میدهد آقای سامسا متوجه شد که این زن به شرح جزئیات خواهد پرداخت برای اینکه توی حرف او رفته باشد دستش را بلند کرد و اشاره نمود چون پیرزن نتوانست قضیه را نقل کند و یادش افتاد که خیلی عجله دارد از روی رنجش گفت خدا حافظ همگی مثل باد به دور خودش گشت و وحشیانه درها را به هم زد و رفت آقای سامسا گفت امشب بیرونش میکنم ولی تأثیری در زنش و نکرد پیرزن نتوانست آرامشی که تازه به دست آورده بودند مخشوش بکنند زنها بلند شدند رفتند جلوی پنجره و در آنجا در آغوش هم افتادند آقای سامسا در صندلی راحتی به طرف آنها گردید و لحظه ای در سکوت تماشا کرد بعد فریاد زد خوبه بیایید اینجا حکایت های گذشته را نشخار نکنید شماها باید اندکی به فکر من باشید زنها فورا اطاعت کردند و به سر و کول او افتادند و نوازشش کردند و تعجیل نمودند که یادداشتشان را تمام بکنند بعد با هم از آپارتمان بیرون رفتند ها بود که چنین پیش آمدی برایشان رخ نداده بود برای رفتن به اطراف شهر تراموا گرفتند در داخل ترن که آفتاب افتاده بود مسافر دیگری جز آنها یافت نمیشد گرمای چسبنده ای در آنجا وجود داشت. به راحتی روی پشتی ها یله دادند و راجب به موقعیت هایی که گوش شیطان کرد چندان بد نبود صحبت کردند. موضوع مهم این بود که هر سه آنها کارهای حقیقتا قابل توجهی پیدا کرده بودند که به خصوص در آتیه بسیار امیدبخش بود. وضع کنونی خود را می توانستند به وسیله اجاره کردن آپارتمان ارزانتر و کوچکتر که در محل بهتری واقع باشد جبران بکنند. آپارتمان کنونی را گرگوار انتخاب کرده بود. آقا و خانم سامسا از مشاهده دختر خود که بیش از پیش با حرارت گفتگو میکرد تقریبا با هم متوجه شدند که گرت با وجود درد و رنج ماهای اخیر که رنگ گونه هایش را پرانیده بود در این مدت بسیار شکفته است و حالا دختر دلربایی است که اندامش جا افتاده است شادی آنها که فروکش کرد تقریبا ندانسته نگاهی با هم رد و بدل کردند که مفهومش آشکار بود هر دوی آنها به فکر افتادند که موقع آن رسیده که شوهر برازندهی برایش زیر سر بگذارند و زمانی که به مقصد رسیدند دختر پیش از آنها بلند شد تا خمیازه بکشد و خستگی بدن جوانش را در بکند به نظرشان آمد که در حرکت دخترشان آرزوهای تازه آنها تایید می شود و نیت خیر ایشان را تشویق می کند.